بفهم. درود و وقت بخیر عرض می کنم خدمت همه همکاران محترم در اتاق زوم و عزیزانی که ما رو از طریق فضای مجازی و یوتیوب دنبال می کنند. در حال برگزاری جلسه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستیم در تاریخ 22 مایه 2022 مطابق با 1 خرداد ماه 1401 ساعت 13 به وقت اروپای مرکزی. در بخش اول گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران رو داریم در ماه فروردین 1401 توسط سرکار خانم نازنین فانی، بررسی هدف 12 سند یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط سرکار خانم فیروزه دهبزرگی. در ادامه سخنرانی داریم در مورد آزادی قلم و بیان و عقیده توسط سرکار خانم شهناز عیدان و همچنین توسعه فرهنگی توسط سرکار خانم نادیا مشرف، و در ادامه در بخش سوم بحث آزاد رو داریم در رابطه با حق امنیت شغلی در رابطه با اعتراضات معلمین که در ایران اتفاق افتاده. منشی جلسه سرکار خانم ستاری دژم، ادمین های جلسه جناب آقای امیر حسین فانی و محمد حسام فانی و مسئول جلسه خودم مهرداد یگانه در خدمتتون هستم. خانم فانی اگر که آمادگی دارین لطفا دستتون رو بلند کنید که مایک برای شما آزاد بشه. سلام و وقت بخیر به همه دوستان، همچنین شما. ممنون از وقتی که به من دادین واسه خوندن گزارش نقض. خب، خبر اول، فرونشست زمین مرموزترین و پیچیده‌ترین مخاطره طبیعی کشورمان است. دکتر رضا شهبازی، مدیر کل مخاطرات زمین شناختی، مهندس و زیست محیطی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در نتیجه تحقیقاتی که بر روی 609 دشت مطالعاتی کشور انجام شده است، 409 دشت درگیر فرونشست زمین هستند و 200 دشت باقی مانده نیز به زودی با فرونشست مواجه خواهند شد. دکتر شهبازی، فرونشست بر اثر سوء مدیریت منابع آب زیرزمینی به وجود آمده و به یک منشأ برای ایجاد سایر مخاطرات طبیعی تبدیل شده است. فرونشست از زمانی که به یک مخاطره تبدیل شد در کشور دیده شده و زمانی که هنوز به مناطق مسکونی آسیب نزده بود و تنها به اکوسیستم‌های طبیعی آسیب وارد می‌کرد، هیچ کس متوجه آن نبود. راهکار فرونشست چیزی جز کاهش بهره برداری از منابع آبی تا حد امکان و تغذیه سفره‌های آبی زیرزمینی نیست و هر راهکاری که ارائه می‌شود باید حول همین محور باشد. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 11، تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همه شمول، مقاوم و پایدار، و همچنین هدف 15، حفاظت، احیا و استفاده پایدار از جنگل‌ها، کوه‌ها، تالاب‌ها و نواحی خشک. خبر بعدی، یک سرباز در پادگانی در بوشهر 4 همخدمتی خود را به قتل رساند. وی همچنین یک تن دیگر را به گروگان گرفته بود که نهایتاً در دیلم آزاد شد. دلیل این اقدام وی عدم موافقت مسئولان مربوطه با مرخصی این سرباز بوده است. خدمت سربازی در جمهوری اسلامی برنجی مضاعف برای بسیاری از خانواده و علل خصوص اقشار کم درآمد تبدیل شده است. هر فرد مذکر با رسیدن به سن 18 سالگی بالاجبار باید به خدمت سربازی اعزام شود. در شرایطی ناعادلانه خدمت سربازی به مشمولان با شرایط خاصی فروخته می شود و هر قدر که سطح تحصیلات بالاتر باشد، مبلغ خرید
خرید خدمت نیز افزایش پیدا می‌کند. این امر باعث شده که قشری از جامعه که دچار مشکلات مالی، فقر و بیکاری هستند، توان خرید سربازی را نداشته باشند. که این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 16، ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خبر بعدی، روز دوشنبه 1 فروردین در پی یورش نیروهای امنیتی به مراسم نوروز در سنندج، 3 تن از برگزار کنندگان این مراسم به نامهای سهراب جلالی، جمال اسدی و فؤاد عنایتی بازداشت شدند. از محل نگهداری آنها اطلاعات در دست نیست. فؤاد عنایتی به اتهام اختلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی توسط دادگاه کیفری سنندج به 10 ماه حبس تعزیری 74 ضرب شلاق محکوم شد و پس از مدتی توسط دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. روز دوشنبه 6 مرداد ماه 99 حکم شلاق وی به اجرا درآمد. جمال اسدی نیز روز سه‌شنبه 17 اسفند سال گذشته به همراه شماری از شهروندان توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 16، ترویج جوامع صلح طلب، فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خب خبر بعدی، چشمه کوهرنگ که آب 5 شهر را تامین می‌کرد خشک شد. استانهای مازندران، فارس، اصفهان، خوزستان، همدان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و یزد در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار گرفت. ولی اینکه استانهای مازندران در کنار نام استانهایی چون اصفهان، یزد و سیستان و بلوچستان قرار گرفته است، جای تأمل داره. بعد از خشک شدن زاینده رود شاهد بودیم که چشمه کوهرنگ که آب شرب 5 شهر و 34 روستا را تامین می‌کرد با کاهش شدید آبدهی مواجه شده و جریان چشمه به طور کامل خشک شده است. چشمه کوهرنگ جایی است در چهارمحال بختیاری که هم آب معدنی آن معروف است و هم دشت لاله‌های واژگونش در بقا. گفته می‌شود 10% از کل آب‌های کشور از جمله سرچشمه دو رودخانه بزرگ و حیاتی یعنی زاینده رود و کارون در این شهرستان از قلل سر به فلک کشیده زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرند. دلیل خشک شدن این چشمه از کاهش بارندگی آغاز می شود تا تمام شدن یخچال های زردکوه ادامه می یابد. که این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 6، تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه. که یه خبر دیگه هم هست که راجع به اینکه چرا چشمه کوهرنگ خشک شده یه توضیحی داده. خشک شدن چشمه کوهرنگ نتیجه تسلط مافیای آب بر کشور است. بحران آب پیش از آن که نتیجه خشکسالی باشد به دلیل اعمال قدرت این مافیا می باشد. خشک شدن چشمه کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری زنگ خطر برای مردم این استان را به صدا درآورد. پیش از این چشمه کوهرنگ آب شرب 5 شهر و 34 روستا را تامین می‌کرد. آب این چشمه توسط لوله انتقال آب به شهر کرد می‌رسد. اما در حال حاضر این چشمه خشک و سد شهرستان کوهرنگ نیز در آستانه خالی شدن است. گفته می‌شود پیش از 10% کل آب ایران از این منطقه تامین می‌شد. که علت خشک شدن کوهرنگ
حفر تونل کوهرنگ 3 می باشد. حفر این تونل باعث خشک شدن کل چشمه‌های آب از این مناطق شده است. در 3 دهه گذشته ایران درگیر مشکل کم‌آبی و خشکسالی بوده. طبق آمار رسمی نزدیک به 300 شهر و 8000 روستا در سال گذشته با تنش آبی مواجه بودند که در حال حاضر میزان برداشت از حوزه ها 4 برابر ورودیشونه، که خب این خبر مغایرت داره با هدف 23 یونسکو، هدف 6 تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار و آب و فاضلاب برای همه. خبر دیگه راجع به آب خاکستریه. آب خاکستری تا چه اندازه در کاهش مصرف آب کشور تاثیر گذارد؟ یک استاد دانشگاه گفت تصفیه جداگانه آب خاکستری و فاضلاب مدفوعی در گستره‌های بزرگ مانند یک شهر کاری بسیار پرهزینه است، اما استفاده از آب خاکستری در مقیاس یک ساختمان یا گستره‌های کوچک به طور قطع بر کاهش مصرف آب مؤثر خواهد بود. دکتر سید حسین هاشمی در رابطه با آب خاکستری گفت آب خاکستری بخش از فاضلاب است که شامل فاضلاب تولیدی در آشپزخانه، حمام، ظرفشویی، لباسشویی، روشویی و مشابه آن، به جز فاضلاب حاوی مدفوع می شود. با استفاده به اینکه استفاده از آب خاکستری می تواند بر کاهش تقاضا برای آب شهری مؤثر باشد توضیح داد، با توجه به اینکه کشور ما با کمبود آب به ویژه آب شرب مواجه است، به احتمال زیاد در سالهای آینده ما نیز به سمت بازچرخ و بازچرخش و استفاده از آب خاکستری به خصوص در داخل ساختمان ها حرکت خواهیم کرد. که خب این خبر مغایرت داره با هدف 23 یونسکو، هدف 6 تضمین دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه. خبر بعدی، اشتری فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه باید به افرادی که کشف حجاب میکنن تذکر دهیم گفت اگر عده‌ای خواستن برای پلیس گردن کشی کنن، ماموران ما ناچار به برخورد با آنها هستند. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است. بسیاری از فعالان مدنی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و بعضاً با احکام حبس مواجه شدند. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدند، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، مالی و فرهنگی. خبر بعدی، کودک همسری. طی 5 سال گذشته ازدواج 131,000 کودک زیر 15 سال در ایران. همچنین طی سال گذشته 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی ضربات جبران ناپذیر را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری های زیر 18 سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندگان از تحصیل و پایداری چرخه، فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف 5 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران، هدف 16 ارتقای جوامع صلح‌جو فراگیر برای توسعه فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت مؤسسات کارا قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه.
و خبر بعدی در ارتباط با ویدیوییه که در فضای مجازی پخش شد که با استفاده از اسپری فلفل در برخورد با زنان در مقابل استادیوم مشهد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. امروز تعداد بسیاری از زنان برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان به استادیوم مشهد رفته بودند که با وجود تهیه بلیط از ورود آنان ممانعت به وجود اومد که پیشتر علم الهدی نماینده علی خامنه‌ای در مشهد با اشاره به اینکه میدان فوتبال جای هیجان است گفته بود بروز هیجان توسط زنان حرام است و مردان را تحریک میکند، که این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 5 دستیابی به برابری جنسیتی، قدرتمندسازی تمام دختران و زنان، و هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده آزادی و برابر همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خبر دیگه در ارتباط با کنسرت حمید آرامزاده، خواننده 18 ساله موسیقی سنتی در اردکان یزد، که یک ساعت قبل از اجرا و در حالی که مردم در سالن نشسته بودند با دستور اماکن به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد. در ویدیویی که روز سه‌شنبه 9 فروردین از این موضوع منتشر شد، آقای آرامزاده قبل از اجرا بر روی صحنه حضور یافت و دلیل لغو کنسرت را حضور نوازنده زن عنوان کرد، که این خواننده جوان با بغض روی صحنه آمد و بابت این لغو عذرخواهی کرد، که خب این خبر مغایرت داره با اهداف 23 یونسکو، هدف 5 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، مالی و فرهنگی. خبر بعدی ارتباط داره با مزاحمت گردشگران برای تخم‌گذاری لاک‌پشت در معرض انقراض. متاسفانه در کشور ما همواره گردشگری در تضاد با بقایای طبیعت و حفاظت از محیط زیست بوده است و در فصولی که تعداد گردشگران در مناطق طبیعی افزایش پیدا می‌کند، شاهد آسیب هرچه بیشتر به محیط زیست، اراضی طبیعی و حیات وحش کشور هستیم. در ادامه این روند تخریب طبیعت و تهدید تنوع زیستی به تازگی تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد عده‌ای از گردشگران برای لاک‌پشت ماده پوزه عقابی در هنگام تخم‌گذاری ایجاد مزاحمت می‌کنند. لاک‌پشت پوزه عقابی از انواع لاک‌پشت‌های بومی در ایران است که به شدت در معرض خطر انقراض است. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت لاک‌پشت پوزه عقابی را به عنوان گونه‌ای در معرض انقراض طبقه بندی کرده و دلیل اصلی این موضوع شکار آن توسط انسانه، که خب این خبر مغایرت داره با هدف 23 یونسکو، هدف 15 جلوگیری از انقراض گونه‌های در معرض خطر. خب خبر بعدی بیانیه جمعی از فعالین مستقل LGBT در اعتراض به تبعیض در دریافت خدمات درمانی. جمعی از فعالین مستقل LGBT طی بیانیه خطاب به جامعه پزشکی خواهان پایان تبعیض، خشونت و محرومسازی گسترده در مراکز بهداشتی و درمانی شدند. شماری از فعالین مستقل LGBT در بیانیه نسبت به تبعیض و محرومیت گسترده در مراکز درمانی اعتراض کردند، که خوب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 3 تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر و برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر
پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده یک، همه آزاد و برابر به دنیا آمدن. ماده دو، عدم تبعیض. ماده شیش، ارزش انسانی در همه جا. ماده هفت، همه در برابر قانون مساوی هستند. ماده هشت، رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده دوازده، عدم دخالت در احوال شخصی. ماده 25، حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدماتی لازم اجتماعی. خبر بعدی، جمعی از زنان سینماگر طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن نابرابری جنسیتی موجود در سینمای ایران و عدم وجود نهادهای نظارتی در مسئله خشونت جنسی و آزاد کلامی خواستار ایجاد کمیته مستقل در این رابطه در خانه سینما شدند. از جمله آزارها، حدک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، سوء استفاده از سکوت و تحمیل افراد با گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد، اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی، خشونت جسمی و تجاوز، که این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 3 تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف 5 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسان توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و ماده 23 حق امنیت کار. خب خبر بعدی ارتباط داره با بازداشت 3 شهروند به دلیل روزخاری. رئیس پلیس امنیت عمومی استان لرستان از پلمپ 14 واحد صنفی در این استان به دلیل سرو قضا در ماه رمضان خبر داد. همچنین 3 شهروند به دلیل روزخاری بازداشت شدند. پیشتر محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت کسانی که به هر دلیل روزه نیستن باید از تظاهر به روزخاری خودداری کنند و در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام جرم به مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت میگیره، که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب فراگیر برای توسعه پایدار و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خبر بعدی ارتباط داره با درباره برادران نوید افکاری که شکسته شدن دست وحید افکاری در زندان. دست وحید افکاری در زندان شکسته و اعتراض خانوادهش با تیراندازی پاسخ داده شد. سعید افکاری در حساب شخصیش از ضرب و شتم برادر خود وحید افکاری و شکسته شدن دستش در زندان عادل آباد شیراز خبر داد. به گفته آقای افکاری، پس از مشاهده دست بانپیچی شده در جریان ملاقات روز جاری و اعتراض آنان به این وضعیت، سربازی از بالای ساختمان زندان به سمت آنان تیراندازی کرده، که خب این خبر مغایرت داره با اهداف 23 یونسکو، هدف 3 تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. خبر بعدی ارتباط داره با وزارت نیرو حقابه گاوخونی را باید
در ورودی تالاب تحویل دهد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت وزارت نیرو حقابه گاوکنی را کم یا زیاد باید در ورودی تالاب تحویل دهد، نه اینکه هر مقدار آبی که در زمین فرو رفت حقابه محیط زیست تلقی کنند. مهدی طغیانی اظهار داشت مسئله گاوکنی به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم ما و زیست بوم فلات مرکزی ایران باید جدی گرفته شود. این نماینده مجلس که در روزهای اخیر از تالاب گاوکنی بازدید و وضعیت آن را بررسی کرده است، افزود اگر وضعیت موجود ادامه یابد، تالاب به عنوان کانون گرد و غبار بسیار خطرناک دست کم 4 استان اصفهان، قم، یزد و سمنان را در بر خواهد گرفت که به دلیل وجود فلزات سنگین و سرطان‌زا بودن این ذرات تهدیدی بسیار جدی است. که خب این خبر مغایرت داره با هدف 23 یونسکو، هدف 15، حفاظت، احیا و استفاده پایدار از جنگل‌ها، کوه‌ها، تالاب‌ها و نواحی خشک. خبر بعدی هم فانی عذرخواهی میکنم، شما تقریبا 3 دقیقه دیگه زمان دارید لطفا. خب نمیدونم الان کدوم خبر بخونم، همش به نظرم خب خیلی مهم بود، ولی خب اگه دیگه زمان نداریم من همینجا اخبار به پایان میرسونم. آخرین خبرتون رو لطفا بخونید، همون آخری رو که میخواستین انجامش بدین، بعد میتونیم ادامه بدیم بحثای بعدی رو. خب پس من ترجیح میدم که راجع به یه ناموسی، قتلای ناموسی خبر بخونم که قتل یک زن توسط برادرش در آمول با انگیزه ناموسی. قتل یک زن توسط برادرش در آمول، جسد این زن 12 فروردین در زمین‌های کشاورزی و شالیزار روستای حسین آباد بخش مرکزی کشف شد. هویت او سارا شادیفر، 33 ساله، مادر دو فرزند و ساکن روستای حسین آباد آمول عنوان شد. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند. این ننگ ها از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی، طلاق گرفتن حتی از یک شوهر ناشایست، رابطه با جنس مخالف یا ارتکاب زنا در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده که تا افرادی که مرتکب قتلای ناموسی میشوند رو از مجازات‌های سنگین معاف کنند. که خب این خبر مغایرت داره با ترجمه میدم مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بخونم. ماده 2 حق تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 28 حق دنیای زیبا آزاد برای همه. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما بابت خبرهای کاملی که خوندین. نمیتونم بگم خوب، چون هیچ کدومشون خوب نیستن و امیدواریم که زمانی برسه که ما حداقل 2 یا 3 دقیقه بیشتر زمان مصرف نکنیم بابت اتفاقاتی که در ایران میفته و حق مسلم مردم انقدر ضایع نشه در ایران. من میبینم که خانم رضاوند دست بلند کردن. خانم رضاوند، مایک برای شما آزاده، بفرمایید. درود و عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی در نمایندگی اروپا. از خانم فانی هم خیلی تشکر میکنم، اخبار واقعا خوب بیان کردن. تعداد اخبار انقدر زیاده خانم فانی، اگه شما تمام روز رو هم بخونید به تب کم نمیشه. اما هدف ما از این برنامه این هستش که شما مثلا 10 تا خبر که مهمترین ها هست در ماه گذشته اتفاق میفته رو بیان کنید با تحلیل هاش، که دوستان آشنا باشن با تحلیلاشو و اینکه چرا از نظر ما نقص هست، وگرنه ساعت ها همین اخبار چه بسا خیلی شما خبر نداریم. اما من چند تا نکته رو میخوام به شما و سایر دوستان پیشنهاد کنم. خیلی خوبه شما موارد سند، اهداف سند 20 رو بیان کردید، مواد اعلامیه، خیلی عالی بود. اما من ترجیح میدادم شما قانون اساسی را اصولش رو هم بیان میکردید. ببینید سند 20 رو ایران امضا نکرده و ما باید این کارو کنیم، قانعشون کنیم که حتما امضا بکنن و خوبم هست بیان میکنید. اما وقتی ما یه اصلی داریم به اسم اصل 27 که میگه راهپیمایی و تشکل اجتماعات آرا و بدون اسلحه آزاد هست، خودشون هم نوشتن و مخالف اون واقعا دارن کامل نه حتی قانون اساسی خودشون رو نقض میکنن. یا اصل 50 ما وقتی میگه باید ارتباط با محیط زیست تلاش بکنن، خب خیلی مهمه این اصول رو هم یادآوری کنیم بهشون که ما این اصول رو اصلا داریم. شما هدف 20 شاد امضا نکردید برای قانون اساسی رو که خودتون نوشتید، این که قوانین اساسی رو هم بگید.
یه مطلب دیگه فرمودید که در 5 سال گذشته کودک همسری چه تعدادی بوده سال گذشته. ما معمولا سعی میکنیم اخباری که ماه گذشته اتفاق افتاده رو بگیم. اینکه ماه گذشته چه حوادثی اتفاق افتاده که درد آوره و واقعا همیشه نقص رو اتفاق میفته در ارتباط با اون. شاید به خاطر این هستش که تعداد اخبار شما بیشتر شد. این سعی میکنیم مهمتریناش که در ماه گذشته فروردین اتفاق افتاده رو بیان میکنیم. ولی با اینا من خسته نباشید میگم ممنون. معمولا بخش اخبار 10 تا 1 رو 15 دقیقه کفایت میکنه. مرسی، ممنونم. خیلی ممنون از شما سکا خانم رضاوند بابت تذکرتون. دوستان در قسمت اخبار مطلبی یا سوالی اگر دارین لطفاً دستتون رو بلند کنید. در غیر این صورت منم میخواستم حالا یه قسمت خیلی کوتاهی رو بگم از اخباری که سکا خانم فانی خوندن. همگی تأسف بار هستن، ولی خب یکی از اون اخبارها رو، اخبار دومتون بود فکر میکنم که خوندین در رابطه با خدمت سربازی و سربازی که 4 نفر از هم خدمتیاش رو کشته، متاسفانه بعد از 90 و تقریبا 7 سال فکر میکنم از زمان رضا شاه تا الان، بعد از 97 سال 98 سال ما متاسفانه هنوز داریم اون سیستم قلدری و اون سیستم متاسفانه زورگویی که توی، حالا شاید بانوان ندونن این داستان رو، ولی کسانی که در ایران خدمت کردن میدونن که چقدر خدمت سربازی سخت است، مخصوصا اگر به عنوان سرباز صفر یا حالا یه خورده درجه پایین تر باشه، از همه طرف به اون سرباز بیچاره زور گفته میشه و به جایی میرسه که میاد 4 نفر رو میکشه. من به خاطر این در این مورد صحبت کردم چون من خودم پزشکیار بودم تو زمان سربازی و متاسفانه ما یه سرباز رو همینجور از دست دادیم فقط به خاطر مرخصی که یک هفته قبل از اینکه خودش رو متاسفانه بکشه با اسلحه دعوا کرده بود، اومد توی بهداری، ما سرش رو بخیه زدیم و یک هفته بعد به خاطر همون جریان مرخصی متاسفانه خودش رو با اسلحه کشته بود. و این خیلی اتفاق میفته تو سراسر کشور، تو سراسر پادگان ها، فرقم نمی کنه که توی پادگان ارتش باشه یا سپاه باشه. حالا باز شاید ارتش یک کم از سپاه و نیروی انتظامی درجهش بهتر باشه، حالا به خاطر اون بازرسی که دارن بررسی میکنن سربازا رو، ولی خب متاسفانه توی تمام پادگانهای اتفاق میفته و این حقوقی که از سربازان ضایع میشه رو متاسفانه ما هیچ جا رو نداریم که بهش مراجعه کنیم و دادخواهی کنیم. و حتی اگر سربازی خودکشی کنه اون پول اون فشنگ هم ازش میگیرن که بیت المال بوده و اون رو استفاده کرده، پول اون فشنگ رو هم ازش میگیرن. ممنونم از شما خانم فانی و دعوت میکنم از سرکار خانم فیروزه دهبزرگی، اگر یکی از دوستان دستشون بلند هست بفرمایید مایک برای شما آزاد. فقط زمان 3 دقیقه رو رعایت کنید. مثل اینکه نمیتونید مایک رو باز کنید. خب من طی برنامه دوباره سعی میکنم که مایک شما رو مشکل رو برطرف کنم. خانم دهبزرگی اگر که آماده هستید لطفا دستتون رو بلند کنید که مایک برای شما آزاد بشه. بله ممنونم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و عزیزانی که حالا از طریق هر برنامه امروز مهمان ما هستن و صدای فعالان حقوق بشر رو میشنوم و ممنونم از این فرصتی که به بنده دادین. در مورد سخنرانی بنده امروز به اصطلاح در مورد هدف 12 یونسکو 2030 میخوام صحبت کنم خدمت عزیزان که مقایسش کنیم با قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران به خصوص در حال حاضر در کشور داره، با توجه به این که همون اهداف 17 هدف یونسکو 2030 خب توسط
به اصطلاح رهبران و نمایندگان 193 کشور به امضا رسید و علی خامنه‌ای باش مخالفت کرد و متاسفانه در کل جهان، کل دنیا دارن کشورهای عضو تلاش میکنن که به این اهداف خودشون رو نزدیک کنن، در حالی که خب وضعیت کنونی ایران کاملا متفاوت است. حالا هدف 12 یونسکو چه بیان میکنه یا هدفش چی است؟ در واقع میاد تعریفی میکنه از اینکه استفاده امن از منابع باشه، تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف باشه. یکم این تعریف رو باز میکنیم، یعنی چی؟ استفاده امن از منابع، تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف. خب قطعا استفاده از انرژی های پایان‌ناپذیری مثل خورشید، آب، باد، حتی خاک، اینا انرژی هایی هستن یا منابعی هستن که پایان‌ناپذیرن، به شرطی که انسان راه استفاده درست ازشون رو پیدا کنه، که چه بسا امروز اقدر دانش و علم و تکنولوژی بشر پیشرفت کرده نسبت به هزاران سال قبل، که در این حالی که تونسته از این انرژی ها درست استفاده بکنه، در این حال هم به همون اندازه یا بیشتر تونسته در تخریب منابع متاسفانه نقش بسزایی رو داشته باشه. خب قطعا بقای انسان ها و تأمین سلامتی جسمی و روحی و رفاه و کیفیت زندگی تک تک انسان ها اول به وجود و بعدش به نگهداری و مراقبت از همون طبیعت و اکوسیستم مثل جنگل ها و دریاها و کوها و اون چیزی که در اطراف ما روی کره زمین وجود داره بستگی داره. خب همونطور که هممون تو تاریخ خوندیم و شنیدیم و میدونیم، قطعا انسان های کوچنشین هزاران هزار سال پیش به دنبال غذا بودن برای بقای خودشون، که از طبیعت و زمین پیرامونشون به دست می آوردن و با شناخت به اصطلاح دونه گیاهان و رویش اون از زمین و پی بردن به دانش و علم کشاورزی، انسان‌ها ساکن شدن. کم کم در کنار رودخانه‌ها، روستاها، شهرها پدید اومد و انسان تونست با کاشتن دانه و تأمین غذای خودش که اولین و اساسی ترین به اصطلاح رمز زنده موندن انسان هست، حالا در هر کجای خاکی غذا هست، که با پی بردن به این علم و دانش تونه ساکن بشه و زنده بمونه و تا به امروز به اصطلاح باقی بمونه و پیش بره. و خب قطعا وقتی که کره زمین خانه مشترک همه ما انسان ها هست، در هر کجا که باشیم، از هر ملیت و قوم و جامعه و فرهنگی باشیم، باید برای اکوسیستم، باید برای محیط زیست، باید برای اون استفاده امن از منابعی که اطرافمون هست تلاش کنیم. و خب هدف 12 یونسکو هم همینا میخواد، یکی از بنداش همینه، که وقتی اون 193 کشور دارن براش تلاش میکنن و متاسفانه ایران هیچ اهمیتی نداد و نمیده، چه بسا که شاهد هستیم امروزه در ایران وضعیت به چه صورت هست. خب باز همونطور که قبلا هم گفتم توی جلسات قبلی و امروز هم مجددا این رو یادآوری میکنم، وقتی که این به اصطلاح دستور کار در سال 1396 شمسی حدودای این سال در ایران وارد شد و با مخالفت صریح و تأکید و به اصطلاح مخالفت صریح علی خامنه‌ای مواجه شد و اساساً مخالفت علی خامنه‌ای نسبت به تمام به پذیرش تمام اهداف یونسکو این بود که در این اهداف تمام نکات تأکید داشت بر کرامت انسانی، بر عدالت اجتماعی، بر صلح، بر برابری حقوق انسانی. و متاسفانه چون که علی خامنه‌ای دید این قوانین از نظر قوانین اسلامی کاملا در تضاد هست، صراحتا با اون مخالفت کرد و اون رو نپذیرفت.
چرا که از نظر علی خامنه ای اهداف یونسکو با برابری جنسیتی و گسترش آموزش های دو زبانه یا چند زبانه در این به اصطلاح جامعه ایران بیشتر به این دلیل علی خامنه‌ای باش مخالفت کرد و گفت که اصل کار غلط هست. و حتی در همون سال 1396 وقتی که روحانی اومد گفتش که گزارش دروغ به رهبر رسیده در مورد این سند، خود آقای خامنه‌ای گفتش که حتی اگر هیچ مورد واضح خلاف اسلام در این سند وجود نداشته باشه، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته بشه، در حالی که موارد خلاف اسلام نیز در اون سند وجود داره. بنابراین به طور آشکار و به طور واضح، خب خود علی خامنه ای میگه که اگر این اهداف مخالف اسلام هم نباشه، نظام آموزشی و سیستم آموزشی درون کشور باید توسط خود کشور نوشته بشه و اجرا بشه. خب حرفش درست، چون صلاح هر کشوری، هر جامعه‌ای، هر قوانینی، هر فرهنگی قطعا متفاوته با کشور دیگه، به فراخور جغرافیا، به فراخور فرهنگ، به فراخور مردم اون منطقه. اما گفته که اون چیزی که در سند 23 وجود داره اساسا مخالف قوانین اسلام هست. خب حالا اینا اومدن قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران رو همونطور که هممون میدونیم از فقه و شریعت و اسلام نوشتن و گرفته شده، که قطعا توی این قوانین اساسی هم هیچ برابری جنسیتی، هیچ برابری حقوق انسانی در نظر گرفته نشده و این آشکار است بر همه ما ایرانی ها به خصوص. و متاسفانه بعضی از قوانین هم که درش به اصطلاح از برابری شاید حقوق انسانی نام برده شده و صراحتا نوشته شده در قوانین اساسی ایران، مثل مثلا ماده 5، ماده 6، اصل 19، اصل 20، اصل 28 قانون اساسی که عنوان کرده زن و مرد به اصطلاح یکسان از حمایت قانون برخوردار هستند، رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز و مخالفت اسلام، به اصطلاح رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نمیشه و همه افراد چه زن و چه مرد از یک به اصطلاح نوع حمایت برخوردار میشن. اما مخالفت اسلام و به اصطلاح مخالفت مصالح عمومی بر این هست که اون شهروندان بخوان یک کاری رو انجام بدن یا مثلا یک رفتاری رو انجام بدن که برخلاف مصالح اسلامی و به اصطلاح مصالح عمومی باشه. با وجودی که در بعضی از بندها، در بعضی از ماده های قانون اساسی حالا جمهوری اسلامی عنوان کرده که همه شهروندان باید از برابری حقوق و مساوات برخوردار بشن و حمایت بشن، اما از اون طرف به دلایل همون عدالت خواهی، همون حقوق برابری جنسیتی خواهی اسناد یونسکو، صراحتا آقای علی خامنه‌ای باهاش مخالفت میکنه. وقتی که میایم بررسی میکنیم میبینیم که از به اصطلاح منابعی که در ایران وجود داره، از دریا، جنگل، اکوسیستم و تمام به اصطلاح منابع طبیعی که وجود داره، متاسفانه به دلیل همون عدم سوء مدیریتی که خانم فانی در گزارش های نقض حقوق بشر و اخبارشون توی مدت اتفاق افتاده بود بیان کردن، همونطور که میبینیم متاسفانه از منابع جنگلی مثل قاچاق چوب، از دریاها مثل صیدهای بیرویه، از خشک شدن و از بین رفتن دریاچه ها و
همینطور رودخانه هایی که واقعا نقش اساسی و حیاتی در زندگی و بقای مردم بسیاری از مناطق ایران داره، مثل همون زاینده رود، مثل همون دریاچه هامون، مثل چشمه کوهرنگ. تمام اینها خب به دلایل همون سوء مدیریت و همون به اصطلاح فساد اداری و همون عدم دلسوزی و واقعا هیچ تعهد و مسئولیتی که مسئولین در قبال جامعه، در قبال مردم، در قبال اون وظایف و موقعیت شغلی که باید گردن بگیرن و بهش متعهد باشن و این رو شاهد نیستیم، متاسفانه نتیجهش این میشه که تمام منابع آبی از بین بره، تمام زیرساخت‌های شهری از بین بره، تمام نشست زمین به وجود بیاد. یعنی اینا همش بحران، اینا همش مشکلاتی هست که به دلایل همون عدم سوء مدیریت و متاسفانه اون فساد مسئولین خب قطعا روی تک تک زندگی شهروندان ایران تأثیر میذاره. وقتی که میاد از به اصطلاح در مورد الگوهای مصرفی و تضمین مصرف پایا در هدف 12 بیان میکنه، منظور این هست که وقتی که محققان، دانشمندان و افرادی که علم و دانش دارن که باید در دانشگاه ها این رو تحقیق کنن، مطالعه کنن و این بنای علم و دانش در جهت رشد جامعه، در جهت صلح مردم، در جهت رفاه و امنیت مردم انجام بشه و پیش بره، متاسفانه ببینیم اصلا همچین چیزی توی دانشگاه ها، توی جامعه ایران، توی اداره ها، توی سازمان ها وجود نداره. وقتی که من اینجا چند تا دوست دارم توی دانشگاه سوئیس محقق هستن، دانشگاه بن آلمان محقق هستن، اصلا اینجا محقق یا پژوهشگر به عنوان یک شغل حساب میشه که اینها در رأس هستن که میان دقیقا در مورد مثلا ژنتیک، در مورد فیزیک، در مورد مثلا کشاورزی، تمام در رأس علمهای بالا تحقیق میکنن، بررسی میکنن، که دقیقا اینا هدفشون همین هست که بیان این انرژی ها رو در مورد بررسی قرار بدن و در آینده بتونن یک جایگزین هایی رو به وجود بیارن که انسان ها بتونن در این جوامع بدون مخاطر انداختن محیط زیست یا کمتر به خطر انداختن به اصطلاح محیط زیست، در این حالی که اون رفاه اجتماعی رو داشته باشن و استفاده از منابع و تکنولوژی رو داشته باشن، در این حال بتونن کمتر آسیب بزنن به محیط زیست. مثلا در مورد الگوهای مصرفی خب داریم میبینیم که چقدر خوب هست که توی کشورهای اروپایی که ما هممون داریم زندگی میکنیم، بین خود مردم این فرهنگ خیلی خوبی هست که از خانه، از محل کار، از صنعت، مثلا به طور مثال زباله ها تفکیک میشه. وقتی که زباله های فلزی، پلاستیکی، پسماند های خانگی، کاغذ، همه اینها تفکیک میشه و در یک چرخه قرار میگیره و دوباره مورد استفاده قرار میگیره، در حالی که شاید بی اهمیت باشه، بی اهمیت به نظر بیاد یا بی توجه به نظر بیاد، اما چقدر در مصرف انرژی، چقدر در مصرف حتی هزینه های زندگی، چقدر مفید هست و چقدر مؤثر هست. خب به طبعش از همین ریزها، از همین جزئیات، از همین مواردهایی که شاید بی اهمیت یا کم اهمیت به نظر میاد، ولی به ترتیب در پله های بعدی، در شرایط های بعدی میبینیم که از همین تولید به اصطلاح زباله
چقدر توی کشورهای اروپایی دارن به اون مصرف پایا نزدیک میشن، به اون اهداف نزدیک میشن که بتونن حتی هیچ پسمان یا هیچ زباله‌ای رو که انسان در اصل داره تولید میکنه به اسم زباله یا به شکل زباله دیده نشه و همه اینها در چرخه بره که دوباره خود انسان‌ها، خود شهروندان در هر شهری، کشوری، منطقه‌ای بتونه ازش استفاده بکنه. و چقدر خوب هست که حتی به طور مثال هممون داریم میبینیم لوازم خانه، پوشاک، تمام اینها توی چرخه هست که این فرهنگشون هست که بسیار ساده زیست هستن، اهل تجملات و اهل مصرفگرایی عموما نیستن و این پوشاک، این لوازم خانگی به صورت مارکت ها و به صورت به اصطلاح چرخش بینشون استفاده میشه و دست به دست میگرده که در از اهداف این هست که چیزی به شکل، یعنی اجناسی به شکل زباله در اون جامعه به وجود نیاد یا دیده نشه، که در نهایت اگر چیزی هم که غیر مصرف هست به شکل به اصطلاح بازیافت در چرخه بازیافت فلزات، پلاستیک یا کاغذ استفاده بشه. و خب از این طرف فعالین حقوق محیط زیست، از این طرف فعالین مدنی دارن تلاش خودشون رو میکنن که این اتفاقات بیفته و به اصطلاح کره زمین یا همون اهداف هدف 12 تا اونجایی که بشه حفظ بشه، اجرا بشه و عمل بشه. و ولی شاهد هستیم که همین کشورهای سرمایه دار کلان مثل همین اروپا یا مثل همین روسیه، چین، آمریکا، در این حالی که اینا همه عضو به اصطلاح اهداف یونسکوی 2030 هستن، از یه طرف که خب فعالین مدنی یا عموم شهروندان، عموم مردم قد به آگاهی رسیدن، قد به رشد شخصی، فردی، اجتماعی رسیدن که میان از منابع و موادی که در دسترس زندگی روزمره شون هست رو نهایت صرفه جویی میکنن، نهایت درست استفاده میکنن، از یک طرف هم شاهد هستیم که همون سرمایه داران غرب، همون سرمایه داران روسیه، چین یا آمریکا دارن از اون ور حالت مصرفگرایی و تولیدات به اصطلاح غیر لوازم غیر نیاز انسانها رو تولید میکنن. یعنی یک کشاکشی در حقیقت، یک رقابتی، یک کشاکشی بین سرمایداران وجود داره، جامعه سرمایدار دنیا وجود داره و بین مردم و شهروندان عادی و فعالین حقوق بشر یا فعالین محیط زیست و اونهایی که میخوان اون شهر، روستا، محل زندگی و در نهایت کل جامعه و کشورشون رو از نظر طبیعی یا منابع طبیعی حفظ کنن. خب وقتی ما به عنوان فعال حقوق بشر خودمون به این آگاهی برسیم که از اون زندگی سرمایه‌داری، از اون تجملات زندگی شخصی و روزمرگی فردی یک کمی با رشد و آگاهی خودمون، با آموزش خودمون به اصطلاح به این درجه برسیم و واقعا عمل کنیم بهش، قطعا میتونیم به اطرافیونمون هم تاثیرگذار باشیم و این آگاهی و اطلاعات رو بدیم که چه بسا وقتی کره زمین که خانه مشترک همه ما هست دوچار بحران بشه، دوچار سیل بشه، دوچار زلزله بشه، دوچار کمابی و خشکسالی و مشکلات بشه، قطعا خساراتش برای همه انسان ها هست. یعنی وقتی ما بیایم در منافع جمع و منافع گروه رو در نظر بگیریم، قطعا برای تک تک افراد اون گروه، اون جمع منافع خواهد داشت. خب حالا این رو میخوام باز مقایسه کنم به وضعیت کنونی ایران. وقتی دولت میاد دم از این میزنه یا به دروغ و به فریب به مردم، شهروندان میگه که به دلیل تحریم ها این همه گرانی یا مشکلات اقتصادی وجود داره، هرچند که مردم ایران خیلی خیلی باهوش هستن، خیلی فهمیده هستن، خیلی اطلاعات دارن، دسترسی به سوشال مدیاهای مختلف، این روزها هیچ کس نمیتونه نه فریبی بده نه فریبی بخوره و همه آگاه هستن و به روز. بنابراین خود مردم ایران هم شاهد هستن که وقتی یک مشکلات نشست زمین، یک
به اصطلاح تخریب جنگل ها، تخریب باغ ها، برای ساختمان سازی و به اصطلاح بیرویه ساختن مسکن و شهرک سازی ها اتفاق میفته. وقتی که میبینن یک تناقضی هست توی جامعه، پس این دلیل این اقتصاد نابسامان و فساد اداری و فساد اقتصادی و مشکلات داخلی مردم تحریم ها نیست. این مشکلات باعث و بانیش آمریکا نیست، این مشکلات باعث و بانیش اروپا و غرب نیست. وقتی خود علی خامنه‌ای، وقتی خود حکومت جمهوری اسلامی خودش فاسد هست و خودش میاد به اسم اسلام و به اسم قوانین اسلامی این تبعیض جنسیتی، این اختلافات رو بین گروه ها و فرقه ها و دین ها و به اصطلاح قومیت های مختلف ایران به وجود میاره، بنابراین خود حکومت جمهوری اسلامی باعث و این همه مشکلات و تحریم ها و فشارهای اقتصادی و ناهنجاری های توی جامعه ایران هست. و امیدوارم که واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران دست از سر این مردم، این مملکت، جامعه برداره و خود مردم با آگاهی دارن، با اون اطلاعاتی که دارن و با اون عدالت خواهی و مطالبه گری که میکنن، از هر زبان عرب، کرد، ترک، لور، فارس، بختیاری، بلوچ، فرق نمیکنه، ایرانی، تمام ایرانی های چه داخل و چه حتی خارج بتونن به یک آرامش و امنیت و صلح جهانی برسن. و واقعا تا حکومت جمهوری اسلامی وجود داره، بارها بارها گفتم در جلسات قبل، ما به هیچ صلح و امنیت و الگوی مصرف درست و تضمین مصرف پایا توی جامعه ایران دست پیدا نخواهیم کرد، جز اینکه خود مردم ایران با یک دموکراسی، با یک حکومت عادلانه و منصفانه برای خودشون بتونن به این اهداف، بتونن به این صلح جهانی، به این آرامش، به این امنیت، به این رفاه و خدمات اجتماعی دست پیدا کنن. من خیلی خوشحال شدم و تشکر میکنم از اینکه حوصله کردین و صبوری کردین، حرفای منو گوش دادین. اگر موردی بود، نقطه نظری بود یا سوالی بود، در خدمتتون هستم. من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنونم از شما خانم ده بزرگی بابت مطالب خوب و مفیدی که ارائه دادین در رابطه با تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار، هدف 12 سند 23 یونسکو. من از دوستان خواهش میکنم که در این بحث شرکت کنن و اگر نقطه نظری دارن و یا اگر سوالی دارن در این رابطه دستشون رو بلند کنن و شرکت کنن توی بحثمون. خب حالا تا دوستان یه خورده بیشتر روی این موضوع فکر بکنن، منم میخواستم که کوتاه در این مورد صحبت کنم و بگم که این الگوی تولید به نظر من یکی از مهمترین چیزهایی است که ما متاسفانه نه در دوران قبل از دولت جمهوری اسلامی و نه بعد از اون به صورت دقیق روش مطالعه کردیم و به کار گرفتیمش، و این یکی از معضلاتی است که امروزه گریبانگیرمون شده و امروزه به جایی رسیده که تمام رودخونه هامون دارن خشک میشن، محیط زیستمون داره نابود میشه، و اگر که راهکاری باشه برای نجات محیط زیست ایران میتونه این هدف 12 سند 23 یونسکو باشه. یعنی شما ببینید، ما الگوی تولید و اگر توی بحث کشاورزی بخوایم نگاه بکنیم، در استانهایی که تقریبا کم آب هستن میبینید که خب به خاطر اون شرایط آب و هوایی سیفیجات میکارن و یا مثلا برنج میکارن و اینا رو به صورت سنتی قرقابی میکنن و سعی میکنن که آبیاری خیلی گسترده‌ای داشته باشه. ولی خب اگر اون صنعت کشاورزی ما میتونست نهادینه بشه، میتونست از دانشگاه‌ها کمک گرفته بشه، همین رو حالا تو بعضی از استان‌ها ما داریم که آبیاری قطره‌ای دارن، ولی خب متاسفانه تو بیشتر استان‌های جنوبی
آبیاری قطره‌ای جوابگو نیست و یا حالا جوابگوی یعنی کشاورز جوابگوی هزینه هاش نیست، پس مجبوره که از روش های قدیمی مثل غرقابی استفاده بکنه و تو این حوزه خیلی آب مصرف میشه و این باعث میشه که رودخونه ها خشکیده بشن، باعث میشه که محیط زیست نابود بشه. و یا شما مثلا در جنوب باز دوباره در استانهای بوشهر، خوزستان، آبادان، چون دولت نمیخواد بستر سازی کنه، چون دولت نمیخواد که به صورت حالا شهرهای صنعتی شهرها رو اداره بکنه، میبینید که در کنار هر آب و یا رودخونه‌ای دقیقا همونجا فاضلاب هست. چون سیستم فاضلابی ایران قبل از انقلاب ما نداشتیم، بعد از انقلاب هم خب دولت جمهوری اسلامی اینقدر گرفتار کنجکاوی‌های خودشون توی منطقه بودن و دشمن تراشی کردن و سرشون سر دین و مذهب و این چیزا گرم بود که اصلا به فکر ساخت ایران نبودن. و اگر از همون موقع شروع کرده بودن، یعنی شما الان شهرهای ایران رو نگاه کنید، اولین کاری که شهرداری ها میان میکنن اول آسفالت میکنن، بعد یادشون میفته که فاضلاب نکشیدن، میان دوباره آسفالت رو خراب میکنن، دوباره برق نکشیدن، تلفن نکشیدن. یعنی اگر که دولت میتونست که از دانشگاه ها کمک بگیره، از علم کمک بگیره، سیستم آب و فاضلاب راه اندازی بکنه توی شهرها، متاسفانه ما اینقدر آلودگی نداشتیم، اینقدر شرایطی که الان حاکم هست بر شهرهای حالا هم تهران هم شهرهای جنوبی به این شکل نبود. من از دوستان خواهش میکنم که باز اگر مطلبی دارن در رابطه با هدف 12 سند 23 یونسکو دستشون رو بلند کنن و در این باره صحبت کنن. اگر نه دعوت میکنم از سخنران بعدیمون سرکار خانم شهناز ایدان در رابطه با آزادی قلم و بیان عقیده سخنرانی خودشون رو ارائه بده. بفرمایید خانم ایدان، مایک برای شما آزاد. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت همکاران، دوستان و همراهان گرامی. موضوعی که امروز در این جلسه می‌خوایم درباره‌اش گفتگو کنیم، آزادی قلم، بیان و عقیده هست. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم، شاید به خاطر مشکل بینایی بعضی از کلمات درست ادا نشه، ولی سعی می‌کنم این اتفاق نیفته. آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده. به مفهوم دیگه آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ظهور دنیایی که در اون افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر میشه. بند 19 قانون جهانی حقوق بشر به آزادی بیان اشاره میکنه. آزادی بیان: هر کسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر روشی که میپسندد بیان کند. در دهکده جهانی ما آزادی بیان حق سرد ناشدنی هر شهروند محسوب میشه و پیامدهای متعددی برای زندگی فردی وی در پی داره. یکی از این پیامدها شامل آزادی عقیده است. در تعریف آزادی عقیده در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. در ادامه این ماده تصریح شده است که برای هر شهروند این حق شامل تغییر مذهب، دین یا عقیده و همچنین متضمن آزادی علنی و آشکار کردن عقیده و ایمان در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و پیروی از آن است. هر کس می تواند از این حقوق منفردن یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. بنابراین حق آزادی عقیده که در ماده 18 بیان شده در محدوده حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات آنچنان که در ماده 19 تشریح شده است قرار می گیرد. برای هر ذهن منطقی وجود رابطه همزیستانه میان دسترسی به اطلاعات و آزادی
بهره‌مندی از تغییر و یا اظهار علنی عقاید مذهبی یا دنیوی فرد بدون نیاز به بررسی و کاوش عمیق قابل رؤیت است. در نتیجه ضمانت‌های قانونی و سیاست‌های دولتی در جهت محافظت و ترویج اصول تصریح شده در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر امکان برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات آنچنان که در ماده 18 آمده است را تسهیل خواهد کرد. این اعلامیه اساسی ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و سلب ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی می کنند را ترسیم می کند. جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمول آن می شود. اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی موسوم به اصل منع تفتیش عقاید نیز همساز با ماده مربوط به آزادی عقاید در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند و در آن آمده است که هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. با این وجود اصل 12 دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثناعشری معرفی می‌کند و اصل 13 تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها مذاهب دینی به رسمیت شناخته شده نام می‌برد. از معنای تلویحی این اصل این گونه برمیاد که جامعه اهل سنت بهایی به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خدا ناباوران و بودایی ها در میان پیروان سایر ادیان به رسمیت شناخته نشدند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند. در واقعیت آنچه در کارنامه 44 ساله حقوق بشری ایران به وفور یافت می شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که عقیده‌ای غیر از آنچه در اصل 12 تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای پیروان دینی، هم از آنان که به رسمیت می‌شناسد و آنانی که عقایدشان به رسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است، بلکه هزاران تن از مسلمانانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثناعشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شدند. شهادت بازماندگان بازجویی ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بیشماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار ناگزیر به انکار عقایدشان شدند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در دادند. اقداماتی این چنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده شهروندان محسوب می‌گردد. آزادی عقیده در نظام حقوقی رژیم ولایت فقیه به طور خلاصه عبارت است از آزادی داشتن عقیده در نهانخانه دل بدون آزادی انتخاب، بیان و تبلیغ عقیده. امروزه آزادی بیان به صورت گسترده یکی از حقوق بشر تلقی می‌شود. بدین معنی که انسان‌ها به خاطر انسان بودنشان حق آزادی بیان دارند. به طوری که من خدا ناباور باید در کشورم بتونم به اندازه یک مسلمان شیعه باورهایم را آزادانه تبلیغ کنم و بر اساس ارزش‌های خودم زندگی کنم و همینطور یک بهایی یا اهل سنت و یا همه افراد. یکی از شعب آزادی، آزادی در بیان و قلم و اظهار نظر در مسائل اجتماعی و غیر است. بر اساس قانون اساسی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و نظام باشند. مراجع شیعه آزادی بیان را شامل مواردی که به باور آنان جسارت به مقدسات اسلام تلقی می شود نمی دانند و برای کسانی که به مقدسات اسلام توهین کنند حکم قتل صادر می کنند. عنوان نمونه های از این دست می تونیم اشاره کنیم به روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در 14 فوریه 1989
حکم کشتن سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است. رهبر فعلی ایران سید علی خامنه‌ای نیز در سال 1383 خورشیدی حکم خمینی را غیر قابل تغییر کرد. آیت الله صدر پدر امام موسی صدر فتوای محدود و دم بودن احمد کسروی را صادر کرد که در نهایت توسط گروه فدایان اسلام به طرز فجیعی اجرا شد. محمد فاضل لنکرانی با صدور فتوایی در مورد رافق تقی نوشت قتل او بر هر کسی که به او دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه‌ای که مطالب او را چاپ کرده نیز همین حکم را دارد. در پی این حکم رافق تقی به قتل رسید. رافق تقی متخصص قلب که روزنامه نگار هم بود، او در پی درج مقاله در روزنامه صنعت اعتراض شماری از مقامات و ائمه جمعه در ایران و جمهوری آذربایجان را برانگیخت. از دید مخالفانش مقالات او کفرگویی و بی‌حرمتی به خداوند و پیامبر اسلام بوده است. در اعتراض به نوشته‌های وی در باکو، تهران، تبریز، اردبیل و چند شهر دیگر تظاهرات بزرگی به راه افتاد و وی از اتحادیه نویسندگان آذربایجان اخراج شد. او 2 سال زندانی شد. مرتضی بنی فضل نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و از مدرسین حوزه علمی قم اعلام کرد رافق تقیلی روزنامه‌نگار کشور جمهوری آذربایجان به اتهام افساد و مرتد بودن واجب القتل می باشد و هر شخصی که رافق تقیلی را به هلاکت برساند منزل مسکونی این آیت الله را به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد. این پزشک روزنامه نگار با ضربات چاقو به قتل رسید. به دنبال راه اندازی صفحه طنز مجازی درباره امام دهم شیعیان علی نقی صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعیان با صدور فتوای جسارت کنندگان به امام دهم را مرتد خواند. مسلم ملکوتی از مراجع تقلید شیعه با صدور فتوای قتل شاهین نجفی را واجب اعلام کرد. ملکوتی اعلام کرد همانطور که قتل سب النبی واجب است، قتل توهین کننده به هر یک از حضرات معصومین و اهل بیت به هر نحو بر شنونده مسلمان واجب است. آزادی بیان گل سرسبد تمام آزادی های مدنی به شمار میاد و مجازات افرادی که در زمینه خرافات زدایی و تقدس زدایی فعالیت می کنند نقض آزادی بیان است. آزادی بیان به این معناست که هر فردی بتواند اندیشه های خود را بیان کند، در قالب کتب، کاریکاتور، نشریات و مقالات اون رو به رشته تحریر در بیاره و مرحله مهمتر از اون این که بتونه پس از بیان اونها اعمال و رفتار خود رو طبق اون تنظیم کنه و مسئولیت داشته باشه. لذا وقتی تفکر آزاد باشه قاعدتا بیان نیز باید آزاد باشه و بعد از بیان آن امنیت داشته باشه. آزادی بیان از چنان جایگاهی برخورداره که در حدود 350 سال پیش ولتر از نامدارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری که شهرت او به خاطر ذکاوت خارق‌العاده‌اش، مخالفت‌هایش با کلیسای کاتولیک، حمایتش از آزادی مذهب، آزادی بیان و جدایی دین از سیاست و شجاعتش در بیان نظریات بی‌پرده است، حاضر است حتی جان خود را فدای این آزادی بیان نمود. در این مورد چنین می‌گوید: من با این سخنی که تو میگویی مخالفم، ولی حاضرم به خاطر این که تو این سخن را آزادانه بیان کنی جانم را بدهم. بخش مهمی از آزادی بیان آزادی مطبوعات میباشه که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات که در همین ماه 3 می بود مختصری به وضعیت مطبوعات ایران میپرد. گزارشگران بدون مرز میگویند فهرست سالانه جدید این سازمان با روشی تازه تهیه شده که آزادی رسانه‌ای را اینطور تعریف می‌کند: وجود امکان واقعی انتخاب، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به منافع عمومی مردم برای روزنامه‌نگاران به صورت فردی یا گروهی، مستقل از دخالت‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی و بدون تهدید امنیت فیزیکی یا روانی آنها. ایران در تازه ترین رتبه بندی سالانه گزارشگران بدون مرز در سال 2022 در میان 3 کشور آخر جدول قرار گرفته که بدترین وضعیت آزادی رسانه‌ای در جهان رو داره. در گزارش تازه این سازمان ایران از میان 180 کشور در رتبه 178 قرار داره و 4 رتبه نسبت به سال گذشته یعنی سال 2021 افت کرده.
در فهرست تازه آزادی رسانه‌ها افغانستان در رده 156 قرار گرفته. یعنی حتی افغانستان تحت تسلط طالبان در این زمینه 22 پله شرایط بهتری نسبت به ایران داره. کشورهای نروژ، دانمارک و سوئد در صدر جدول قرار دارند و ایران، اریتره و کره شمالی در قعر جدول هستند. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران خوانده و گفته است که روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل پی در پی با بازداشت‌های خودسرانه و جریمه‌های سنگین و اذیت و آزار روبرو هستند. این سازمان می‌گوید علی خامنه‌ای معمولاً رسانه‌های مستقل را متهم می‌کند که بازیچه قدرت‌های خارجی هستند. در بخش مربوط به ایران گفته شده که علاوه بر فشارهای داخلی، فساد گسترده و تحریم‌های بی‌سابقه تأثیر اقتصادی زیادی روی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران داشته و باعث تعطیلی بسیاری از رسانه‌ها و بیکار شدن روزنامه‌نگاران شد. بنابراین گزارش از اول سال 2022 یک روزنامه‌نگار در ایران کشته شده و 16 نفر دیگر هم در حال حاضر زندانی هستند. گزارشگران بدون مرز هفته پیش در گزارشی درباره وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران و محرومیت آنها از حق درمان ابراز نگرانی کرده بود. در همین گزارش به مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان و زندانی سیاسی در تاریخ 18 دی ماه 1400 در اثر محرومیت از رسیدگی‌های پزشکی لازم اشاره کرده است. در ایران دسترسی به اطلاعات و آمار رویدادها کاهش یافته و در اغلب موارد ویدیوهای شهروندان از رویدادها منبع خبر میشه. نگاه امنیتی حکومت به مقوله رسانه مشکل بزرگ روزنامه‌نگاران. اتفاقا من چند روز پیش صحبت‌های یکی از خبرنگاران با تجربه ایرانی رو در مورد شرایط آزادی مطبوعات در ایران گوش می‌دادم و عیناً نقل می‌کنم. آمار امسال گزارشگران بدون مرز یکی از دقیق ترین گزارشات طی سالهای اخیر بوده. این گزارش مهار رسانه‌ها توسط نظام هست. شیوه مقابله حکومت در بحث آزادی بیان و رسانه‌ها نسبت به دهه‌های گذشته تغییرات زیادی کرده. ما امروز شاهد بازداشت‌های گروهی روزنامه‌نگاران و توقیف فرعی مطبوعات مثل سابق منظور اواخر دهه 70 یا اوایل 80 نیستیم. اما این به این معنی نیست که اوضاع رسانه‌ها بهتر شده. نه. حکومت از روش پرهزینه سرکوب، بازداشت و سانسور به روش کم هزینه تر اما به زعم خودش کارآمد کنترل و تطمیع روی آورده. یعنی اینکه اگه قبلا سانسور از طریق نهادهای حکومت انجام می‌شد، الان این وظیفه به مالکان و صاحبان رسانه محول شده و اونها هستن که درون رسانه هم مطالب روزنامه‌نگاران رو و هم حتی مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی از سوی اونها منتشر میشه رو به شدت کنترل و مهار می‌کنه. اصلا یکی از دلایلی که ما معتقدیم رسانه‌های جریان اصلی در دنیا تصویر درستی از اون چیزی که در ایران می‌گذره ارائه نمیدن به خاطر استناد به همین رسانه‌هایی است که حکومت به شدت اونها رو کنترل می‌کنه. این کنترل ابعاد مختلفی داره. شما ببینید آخرین و شاید گفت اولین مطلبی که در انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی در رسانه رسمی ایران بوده کی بوده؟ یا مثلا امروز کسی در ایران بیاد و بتونه از نقش قاسم سلیمانی در قتل عام مردم سوریه و یا در فساد اقتصادی صحبت کنه. این به دلیل کنترلی هست که دولت انجام میده روی رسانه ها. رهبر که هیچ، از نمایندگان رهبری که امامان جمعه هم هستن نمیشه سوال پرسید. موردی رو دو سه روز پیش دیدم، مهیار تقی‌خانی خبرنگار ساکن کرج به 6 ماه زندان و 1 سال ممنوعیت کار در اینستاگرام محکوم شده بود. جواد موگویی مستندساز ایرانی در مورد این خبرنگار نوشت 6 ماه پیش فرزند رئیس شورای شهر کرج با خودروی شهرداری در شمال دیده شد. امام جمعه در خطبه ها به این موضوع واکنش اعتراضی نشان داد. کار به 23 هم رسید. همه زبان به تحسین از عدالت‌خواهی امام جمعه گشودند. اون در ادامه نوشت چند روز بعد مهیار تقی‌خانی خبرنگار اهل کرج در لایو اینستاگرامی ضمن تمجید از این موضع امام جمعه از باب مثال سوال کرد که اگر دختر امام جمعه هم این کار را کند موضع گیری می کنید؟ به گفته آقای موگویی چند روز بعد دادستان کرج به استناد درخواست دفتر امام جمعه از خبرنگار شکایت و او را به 6 ماه حبس و 1 سال محرومیت از اینستاگرام محکوم کرد. آقای موگویی گفته ساعتی پیش این خبرنگار کرجی راهی زندان شده است. پنجشنبه 19 می.
اینها در دولت قبلی حسن روحانی هم همین داستان بود، اما الان در دولت جدید در سال جدید میلادی 4 رتبه هم سقوط کردیم که بخشی از اون رو میتونیم در سوابق رئیس جمهور فعلی ایران ابراهیم رئیسی ببینیم. ما هر چقدر در دولت‌ها پیش اومدیم این سختگیری‌ها بیشتر شده. در دوران روحانی که تصور می‌شد شرایط برای روزنامه‌نگاران بهتر از زمان احمدی نژاد باشه، اما شرایط سخت‌تر شد. نهادهای امنیتی کنترل بیشتری داشتن. روزنامه‌نگاران رو احضار می‌کردن یا به خونه‌هاشون می‌رفتن، وسایلشون رو می‌بردن. یه پرونده بازی بالای سر اونها نگه می‌داشتن که از همین طریق کنترل و مهار رو بیشتر کنن. و خیلی از اخبار رسانه‌ای نمی‌شه. الان در همین 8 یا 9 ماه دولت جدید تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران هم بیکار شدن و هم احضار شدن به نهادهای امنیتی. تعداد روزنامه‌نگاران بدون روزنامه امروز در ایران از تعداد روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌ها مشغول به کارن بیشتر. روزنامه‌نگاران کوچ کردن، با مشکلات معیشتی روبرون. حکومت دلخوش به اینه که به ظاهر فضای رسانه‌ای رو کنترل می‌کنه، پروپاگاندای خودش رو پیش می‌بره، رسانه‌ها اونجوری که حکومت ترویج می‌کنه و تشخیص میده درسته عمل میکنن. نظام حاکم ایران در لیست کشورهای دشمن اینترنت که دارای سانسور فراگیر اینترنتی هستن قرار داره. با محروم کردن مردم از اینترنت پرسرعت و ارزان و فیلتر کردن بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و غیره، آزادی اطلاعاتی را نقض کرده. در چنین شرایطی منطقی است که وضعیت آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه هر روز افول کنه. سال آینده احتمالاً وضعیت بدتری هم خواهیم داشت. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه من. بسیار عالی. ممنونم از شما خانم ایدان بابت سخنرانی خوبتون. همینجا خانم ده بزرگی دست بلند کردن که مایک رو برای ایشون آزاد می‌کنم. بفرمایید خانم ده بزرگی، مایک برای شما آزاد. ممنونم. خیلی عالی بود خانم ایدان. ممنونم از این اطلاعات کاملی که گفتین. خواستم اضافه کنم سال 2018 تقریبا 4 سال پیش من سازمان ملل بودم ژنو. اون موقع آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران بود توی سازمان ملل و زمانی بود که آقای ظریف وزیر امور خارجه بود. از بس که دروغ گفته بود توی بین‌الملل رسوای عام و خاص بود و خب بارها خود آقای جاوید رحمان یا سازمان ملل خواسته بودند که ایران اجازه بده که این گزارشگر یا حتی هر نماینده دیگه از سازمان ملل از ایران و به خصوص زندان‌های ایران بازدید بکنه و بارها صراحتاً اجازه نداده بودن و مخالف بودن که یک نماینده از طرف سازمان ملل به اصطلاح از وضعیت زندان‌ها یا وضعیت داخلی سیاسی یا اجتماعی ایران بازدید بکنه. خب قطعاً همطور که خانم ایدان گفتن، وقتی که آزادی بیان نباشه، آزادی قلم نباشه، خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این هست که یه جای کار اشکال داره. یه جا دزدی هست، یه جا فساد هست، یه جا دروغ هست، یه جا ناهنجاری و بزهکاری هست. یه جای کار درست نیست. و دقیقاً دولت دیکتاتور جمهوری اسلامی خودش دروغه، خودش دیکتاتوره، خودش پر از فساده. و وقتی که یک آمار دقیق، درست و چیزی که حقیقت داره، چیزی که وجود داره از تعداد افراد بیکاران ایران، از آمار ازدواج‌های کودکان، از بازداشتی‌ها و زندانیانی که مشخص نیست کدوم مکان‌های نامعلومی اینها حبس میشن یا بازداشت میشن، اصلاً هستن، نیستن، مرده هستن، کشتنشون یا که زنده هستن. همونطور که بارها خبر شدیم برادران افکاری یا افراد دیگه‌ای که ماه‌ها، روزها، سال‌ها حتی در سلول‌های انفرادی با سخت‌ترین شرایط به سر بردن، در حالی که حقوق زندانی هم خودش داستان‌هایی برای خودش داره که باید به عنوان یک انسان عادی بهشون رفتار بشه و حقوقشون نگه دارن و حفظ بشه و شاهد هستیم که چه بلاهایی سر بازداشتی‌های ایران میاد. همینطور یکی دو روز پیش و الان هم جدیداً من صبح داشتم اخبار رو بررسی می‌کردم،
این خبر رو خوندم که خود به اصطلاح دفتر اینستاگرام، شرکت اینستاگرام که یکی از دفترش توی آلمان هست، یه سری از کارمنداشون ایرانی هستن و خودشون رسما اعلام کردن که به ما وعده های 5 تا 10 هزار یورویی داده شده و خود جمهوری اسلامی یعنی حتی نفوذ پیدا کرده به خود دفتر سازمان اینستاگرام و از این ایرانی ها خواسته که یا بعضی از به اصطلاح اینستاگرام بعضی از فعالین سیاسی و حقوق مدنی و بشری و فمینیستا و زنان رو یا پاک کنن یا تغییر بدن. یعنی موضوع داغی که الان برای نفوذ به اصطلاح قدرت ایران توی سوشال میدیا الان بازار داغی داره همینی هست که یکی دو روز توی اخبارها اینو ما میتونیم بخونیم. خب این ترس حکومت از کجا میاد؟ چرا باید اینقدر پول خرج کنه؟ چرا باید اینقدر آدم نیرو مصرف کنه که فقط خفه کنه صدای مردم رو، که فقط اون فسادهایی رو که در اعماق، جنایتهایی رو که در اعماق داره انجام میده رو بپوشونه، پنهان کنه، بیاد به اصطلاح اون فیسبوک رو قطع کنه، بیاد اینترنت رو روی مردم قطع کنه و ببنده، در حالی که با این مردم نمیتونه مقابله کنه. مردم انقدر قوی شدن، انقدر باهوش شدن که همه با یکی موبایل و با یکی گوشی شدن رسانه خودشون و دارن تمام حقایقی رو که ایران سالها داره سرکوب میکنه، خفه میکنه، خبرنگار رو، روزنامه نگار رو، مردم عادی رو داره خفه میکنه، میپوشونه. نه، اینجور دیگه نیست. خود مردم دارن شخص به شخص، تک به تک، هر روز هر لحظه اون حقایقی رو که دولت جمهوری اسلامی جنایت داره میکنه رو به گوش دنیا میرسونه. خیلی ممنونم، من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون از شما خانم ده بزرگی. یکی از دوستان دست بلند کردن به نام جناب سعیداتی، درست میگم؟ اگر درست بگم فامیلیتون رو، سعداتی یا سعیداتی. من متاسفانه نمیتونم مایک شما رو آزاد کنم، یعنی گزینه رو میزنم ولی خب مایک شما باز نمیشه. دوستان ادمین اگر که لطف کنید مشکل رو، سعادتی، اگر که دوستان لطف کنن این مشکل رو برطرف کنن ممنون میشم. من هر کار میکنم برای ایشون باز نمیشه، نمیدونم حالا مشکل هست فکر کنم خودشونه. کاش که اگر که میشه جناب سعادتی یه لحظه بریم بیرون و دوباره بیاین وارد بشین، احتمالا میشه. بله دقیقا همینجور هست که شما فرمودین خانم ده بزرگی و خانم ایدان. من هم فکر میکنم دقیقا این اتفاقی که در ایران افتاده، این 40 و اندی سال که باعث شده مردم آزادی بیان نداشته باشن و اون رو دیگه حق خودشون ندونن، متاسفانه جایی رسیده که اگر یک مشکل برای یک شهروند به وجود بیاد هیچ کس نمیاد مطالبه گری کنه. البته خب الان ما میبینیم که به واسطه فشارهای اقتصادی، به واسطه ظلمهای بیش از حدی که در ایران اتفاق میفته به وسیله جمهوری اسلامی، جدیدن مردم خواستار حقوق خودشون دارن میشن آروم آروم، آهسته آهسته. ولی خب این میتونست خیلی وقت پیش اتفاق بیفته، میتونست سال 88 اتفاق بیفته، قبل از اون اتفاق بیفته. ولی خب وقتی که آزادی بیان که یکی از حقوق ذاتی انسان ها هست گرفته میشه و 40 و اندی سال به فراموشی سپرده میشه، مردم دیگه فراموش میکنن که بخوان حقوق خودشون رو داد بزنن، حقوق خودشون رو دریافت کنن و اصلا تو فکر این باشن که منی هم وجود داره به عنوان یک شهروند. اون نگاه اون یکی میکنه، اون نگاه اون یکی میکنه و میگه شاید حق با من نیست، شاید حق با اون یکیه و هیچ کس این حق رو به خودش نمیده که درخواست کنه و سوال کنه و دادگری بکنه که چرا این اتفاق داره در شهر من میفته، چرا این اتفاق برای من و خانواده من میفته. خب جناب فانی هم دست بلند کردن، مایک برای شما هم آزاد هست، بفرمایید.
خیلی ممنون از خانم ایدان و خانم دهبزرگی. من یه سوال دارم. خانم دهبزرگی اشاره کردم به گزارشگر سازمان ملل. خانم آنا آلنا دوهان انگار همین چند وقت پیش اومده بودن توی ایران، توی تهران. من میخوام بدونم ایشون همون دیدبانی هم که ایران چند سال اجازه نمیداد بیان توی ایران و الان ایران اجازه میده دیگه گزارشگرهای سازمان ملل بیان توی ایران؟ چون که اشاره هم کرده بودن به این موضوع که این تحریمایی که علیه ایران شده به خاطر این فشارهایی که روی ایرانه، به خاطر اون تحریمایی که غرب و آمریکا برای ایران ایجاد کرده به وجود اومد. حالا اگه کسی اطلاعی داره ممنون میشم. خدمتتون عرض کنم سال 2019 فکر میکنم آقای جاوید رحمان دیگه تغییر کردن، یعنی ایشون دیگه دقیق یادم نیست ولی شاید 6 سال 5 سال فکر میکنم یه همچین عددی ایشون گزارشگر ویژه بودن. خیلی تلاش کردن اون موقع که وارد ایران بشن. اون موقع هم خیلی اوایلی بود که شروع شده بود بیشتر اعدام میکردن، شروع شده بود بیشتر گروگانگیری اتباع خارجی میکردن. همون سالهایی بود که تقریبا مثلا نازنین زاغری رو گرفته بودن و خیلی از اتباع ایرانی، اروپایی، ایرانی، آمریکایی وارد ایران میشدن، حالا یا به عنوان دیدار خانواده یا به عنوان حتی خود ایران دعوت میکرد ازشون به عنوان دانشمند یا توی بعضی از سمینارها و کنفرانساشون شرکت کنند. الان دقیق یادم نیست، یه آقای بود لبنانی بود ولی ساکن آمریکا بود، ظاهر زمانی همچین نامی داره، الان حضور ذهن ندارم. حتی ایشون در مورد حقوق و فقه و اسلام به اصطلاح مطالعه داره که از طرف خود دولت جمهوری اسلامی رسما دعوت میشه که به یک کنفرانسی توی تهران بره که موقع خروج دستگیرش میکنن و 2 سال زندانی میشه و چه شکنجه های روحی و جسمی وحشتناکی بهش میدن که بعد از 2 سال فکر میکنم، نمیدونم دقیقا یادم نیست، یه اتفاق میفته، بالاخره آزادش میکنن و الان برمیگرده آمریکا، که وقتی برگشت آمریکا تمام این از جنایت و اتفاقایی رو که توی مدت برش افتاده بود، حتی خانم ابتکار فکر میکنم دعوتنامه براش فرستاده بود اون موقع، پرده برداشت و حالا اگر گوگل کنید یا روی یوتیوب میتونید پیداش کنید. یعنی اوایلی بود که یه اتفاق داشت میافتاد، بنابراین سازمان ملل خیلی فشار میآورد به ایران که ما باید گزارشگرمونه همین آقای جاوید رحمان بیاد و یه جستجوی کنه، یه تحقیق کنه چرا دارین این کارا رو انجام میدین. حتی اون موقع که من بودم آقای زینعلی و 2 کرد دیگه همون موقع اعدام شدن که برادرشون با من توی دفتر سازمان ملل بودن، خیلی ما براشون تلاش کردیم، خودش چقدر پرونده دستش بود که بتونه از اعدام این برادرش جلوگیری کنه و متاسفانه 2-3 روز بعد که هنوز ایشون سوئیس بود شنیدیم ایران اعدامش کرد. یعنی اون موقع اوایلی بود که خیلی آشکارا ایران داشت جنایت وحشتناکتری میکرد، تا به الان که متاسفانه 4-5 سال دیگه این جنایت ها اقدر زیاد شده، اقدر عمیق شده که نباید بهش عادت کنیم، نباید روزمره بشه برامون، نباید برامون عادی بشه، باید هر کدومش برامون شوک باشه و صدا باشیم براشون. که الان هم بعد از فکر میکنم شاید 15 سال 17 سالی همچین عددی، یعنی بعد از مدت خیلی طولانی همین خانم رفته ایران، ولی خب این خانم هم یک جورایی دارن بازیش میدن و اینقدر حکومت ایران فریبکار هست، اینقدر دروغگو هست که مطمئنن با تلاش های خود سازمان ملل یا این خانم هم نمیتونن متاسفانه، یعنی اون سیاستایی که وجود داره اجازه نمیدن که این خانم هم بتونه یک برشی داشته باشه، بتونه یک نفوذی داشته باشه، بتونه اون تبعیض حقوق انسانی رو، نقض حقوق انسانی رو در ایران آشکارا کنه و عملی انجام بده. و از اون شخصیت آقای جاوید رحمان من میشناختمشون، برنده تر بود، قوی تر بود، به اصطلاح قلمش، عمل کردش خیلی
قوی تر بود و به خاطر همین ایران اجازه نمیداد و زنگ خطری برش بود که بخواد وارد بشه. ولی این خانم نه، خب این خانم اولین زنه، بالاخره جنس زن تو ایران هیچ اهمیتی نداره. مثلا به طور مثال ما هممون خودمون این هست، یعنی شعارمون، حرفمون، عقیدمون، اعتراضمون این هست که ایران، دولت ایران از جنس زن، از بدن زن، از حجاب زن داره سوء استفاده میکنه، داره کنترلگری میکنه که سرکوب کنه و به تبع اون مردان رو هم کنترل میکنه. با کنترلگری بدن زن، حجاب زن، جنس دوم زن و حقوق نابرابر زن در جامعه ایران داره غیر مستقیم و نامحسوس مردان رو هم به اسم حالا جنس اول اونا رو هم داره کنترل میکنه که سر غیرت، سر اسلام، سر همون قتلای ناموسی. خب به چه دلیله که وقتی شما یه مرد، من همسر، من خواهر، من فرزند، مثلا یکم شل حجاب باشم، مثلا یکم بر اثر اعتقادات شخصیم نخوام زیر بار همون فرهنگ و اعتقادات همسرم، پدرم، خانوادم برم، شما رو هم تحریک میکنه به اسم قتل ناموسی، همون حقوق قانونی که بهت میده اجازه داری منو بکشی. میدونین همه اینا یک داستان پیچیده‌ای داره وقتی به عمقش بخوایم فکر کنیم، تأمل کنیم. و متاسفانه این خانم هم همون حجابی سر کرد، زیر حرف زور حجاب ایران رفت و وارد ایران شد. این خودش برای من که مدافع حقوق بشر هستم، مدافع حقوق زنان هستم، مدافع حقوق برابری زن و مرد هستم، جای سوال داره که خانم شما خودت به عنوان جنس زن وقتی که از قوانین دیکتاتوری جمهوری اسلامی تبعیت میکنی و حجاب سر میکنی و پا میشی میری اونجا، چطور میتونی مدافع منافع زنان و مردان ایرانی باشی که در ایران دارن از جنایت ها و خیانت های جمهوری اسلامی رنج میکشن و سرکوب میشن و اعدام میشن؟ من فکر میکنم این خانم هم فقط یک بازیچه است متاسفانه و اون قوت و اون برندگی که آقای جاوید رحمان داشت این خانم متاسفانه نمیتونه اجرا کنه. خیلی ممنون از شما خانم ده بزرگی. دقیقا همینجور که شما میگین هستش و این خانومی که الان حالا به عنوان آقای جاوید رحمان انتخاب شدن و به ایران رفتن، بیشتر گزارش هایی که دادن و بیشتر صحبت هایی که کردن حول محور تحریم ها بوده و هیچ گونه بازدیدی از به قولی زندان ها و یا جاهایی که حقوق شهروندان ایرانی ضایع شده هیچ گونه بازرسی نکردن، هیچ گونه گزارشی در اون موضوع تهیه نکردن و محور اصلی سفر ایشون فقط تحریم های اقتصادی بوده و اتفاقاتی بوده که این چند وقت اخیر به وسیله آمریکا برای ایران اتفاق افتاد. یعنی همش حول محور اقتصاد بوده. همینجور تقریبا یک یا دو سال پیش هم وزیر اقتصاد سوئیس که ما خب توی برن اعتراض کردیم، روحانی اومد به سوئیس و یکی دو ماه بعدش وزیر اقتصاد سوئیس به ایران رفت که برای حقوق بشر ایشون رفته بودن به ایران سفر کرده بودن، ولی ایشون هم به همین خاطر درباره اقتصاد و حالا اون قراردادهای جدیدی که بین ایران، قراردادهای گازی که بین ایران و سوئیس بسته شده، ایشون هم به همین دلیل رفته بودن. ولی خب متاسفانه میشه گفت دیدبان حقوق بشر تمام ایرانیایی هستن که اونجا از اون اتفاقاتی که میفته عکس میگیرن، فیلم میگیرن و در اختیار رسانه ها قرار میدن. متاسفانه حالا کشورهای اروپایی که یه جور میشه گفت سیاست های ملیشون رو، سیاست هایی که به نفع شهروندانشون هست، ارجحیت میدن به کشورهایی که متاسفانه زیر بار ظلم قرار گرفتن و حقوق مردمشون ضایع میشه. من از دوستان خواهش میکنم که باز اگر سوال و یا مطلبی دارن حتما ارائه بدن. یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت
همه دوستانی که به عنوان مهمان شرکت کردن تشکر میکنم ازتون و خوشحال میشیم صدای شما رو هم بشنویم، توی بحث ما شرکت کنید و اینجا جایی هستش که خوشبختانه ما آزادی بیان داریم و به خاطر اون اومدیم و داریم صدای خودمون رو به جامعه بین المللی میرسونیم و یا حداقل تلاش میکنیم که بگیم چه اتفاقی داره میفته. پس خواهش میکنم که توی بحثا اگر امکانش هست، اگر هر موضوعی که به نظرتون میرسه، اصلا مهم نیست که این موضوع راست میتونه راست باشه یا نه، منظور این که هر کس آزادی بیان و عقیده داره، اون چیزی که شما ارائه میدید در اینجا نظر شخصی شما هست و قرار نیست سوی اون قضاوت بشه. به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فعال حقوق بشر، هر کس میتونه تو این بحث سیاسی شرکت کنه و نقطه نظرات خودش رو ارائه بده. در هر صورت من دعوت میکنم از سخنران بعدیمون، سرکار خانم نادیا مشرف، در رابطه با توسعه فرهنگی سخنرانی خودشون رو ارائه بدن. خانم مشرف بفرمایید، مایک بر شما آزاد. و همینطور قبل از شروع شما، دوستان ادمین، دوستانی که توی اتاق انتظار هستن رو لطفاً راه بدین توی اتاق اگر که کسی منتظر بود. ممنونم، بفرمایید، مایک بر شما آزاد. بله، من یه لحظه خارج شدم. صدای من هست الان؟ بله بله، بفرمایید. من خودم نه تصویر رو دارم نه چیزی، واسه همین چون تصویر شما و صداتون واضح هست برای من. تمام گفته های شما خانم ده بزرگی و خانم ایدان درباره آزادی بیان و اینکه حالا به قول معروف اتفاقایی که میفته و اقتصادی و گزارش های اجتماعی و همه اینا یه جورایی مربوط میشه به هم بحثی که من امروز میخوام برای سخنرانیش یعنی ارائه بدم، که برمیگرده به توسعه فرهنگی. چون وقتی که حرف از توسعه فرهنگی توی یه جامعه میشه، یعنی اینکه تمام بخش‌های اون جامعه و تمام آحاد اون مردم اون جامعه این فراگیری رو از اون توسعه و پیشرفت داشته باشن و این توسعه یه مقوله کیفی و جامع و چند بعدیه که هم جنبه انسانی داره و هم جنبه اجتماعی داره، که از گذر نوسازی یعنی اینکه یه تغییرات اجتماعی تو ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اون جامعه اتفاق بیفته. از یه زاویه دیگه میتونیم توسعه فرهنگی رو توسعه فرهنگ جامعه معنیش بکنیم، که سازمان یونسکو توسعه فرهنگی رو اینجوری برای خودش معنی کرده بود که به قول معروف سر زبون‌ها افتاد و اصلا این کلمه توسعه فرهنگی به صورت رسمی وارد ادبیات شد در سال 1980 با این تعریف که توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه یعنی تحقق ارزش‌های فرهنگی به صورتی که با واقعیت کل جامعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشه. یعنی اینکه نه فقط فرهنگ ها بلکه اجتماع و اقتصاد جامعه هم دچار تحول بشه و یه تغییری توش ایجاد بشه. بعد درباره جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی یه سری نکات هست که باید حائز اهمیت قرار بگیره. چرا؟ چون که توسعه فرهنگی اگر مثل خیلی اتفاقهای دیگه، حالا مثل کشاورزی، مثل به قول معروف آپدیت کردن خیلی بُعدهای دیگه جامعه درست و با آگاهی انجام نشه، یه سری اثرات سو و برعکس خواهد داشت. و از جمله ترین اینایی که در توسعه فرهنگی باید مد نظر قرار بگیریم اینه که با گذشت زمان و گسترش اجتماعاتی که توسعه پیدا میکنن، مشکلات و ابعاد مخرب توسعه یافته هم زیادتر میشه و این ابعاد مخرب نه فقط تو کشورهای توسعه یافته بلکه تو کشورهای در حال توسعه و در جهان سوم هم آشکارتر دیده خواهند شد، مثل ویرانی طبیعت که یکی از ابعادش هست و افزایش آلودگی‌های زیست محیطی
و ادامه داشتن فقر، نابرابری های اجتماعی و شایع شدن فساد و غیره از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه یافته به شمار میره که آثار این کارکردها که کشورهای توسعه یافته بهش دسترسی پیدا کردن تو کشورهای جهان سومی و اونایی که در حال توسعه هستن نمایان میشه. اما در کشورهای در حال توسعه بعد از تلاش و صرف میلیاردها پول واحد ملی اون کشور، گذشته زمان نشون داده که این کشورها نه تنها به توسعه دست پیدا نکردن، بلکه توی یه وضعیت نابسامان و پریشونی فرهنگی و سردرگمی سیاسی قرار گرفتن. البته فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف میتونه متفاوت باشه، مثلا اینکه دولت کارآمد نباشه و یا اینکه انباشت سرمایه نداشته باشن و یا اینکه نیروی انسانی نداشته باشن و غیره. اما اونچه که به عنوان وجه مشترک در اکثر این کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده و عامل اصلی بوده اینه که این کشورها به جای توسعه درونزا به توسعه بیرونزا رو آوردن. یعنی به عبارت دیگه به جای اینکه فرهنگ و تاریخ خودشون رو با توجه به فرهنگ و تاریخ خودشون این آپدیت رو انجام بدن، فقط اومدن از کشورهای اروپایی و کشورهایی که به قول خودشون در حال توسعه و توسعه یافته میدونستن الگو برداری کردن، در حالی که کشورهای اروپایی بتونیم مثال بزنیم بر ویرانه سنت خودشون و مدرنیته خودشون توسعه پیدا کردن و یه سری دستکاری توی فرهنگ و سنت خودشون انجام دادن و تونستن مسیر تجددشون رو باز کنن و به توسعه برسن. اما از اونجایی که فرهنگ و سنتشون با فرهنگ و سنت کشورهایی که در حال توسعه هستن و مایل به توسعه هستن فرق داره، نمیشه گام به گام مثل اونا عمل کرد و تقلید و پیروی از اونها به دلیل خاستگاه بیرونی و ماهیت طبقاتی نظام سرمایه‌داریشون و ناهماهنگی با ارزش‌های فردی خودشون در کشورهای توسعه نیفته باعث بروز تعارض‌های روانی، بحران‌های هویت فرهنگی در بین افراد جامعه‌شون میشه و فرهنگ‌ها و جامعه‌شون در سطح بسیار ناهمگونی قرار می‌گیرن و دیگه اون توازن قبلی رو نداره و یه تفاوت زیادی بین نسل‌ها به وجود میاد که این حالت به بیشتر زمانی مشاهده میشه که هویت‌های ملی به عنوان جایگزینی برای فرهنگ میخوان به عنوان توسعه فرهنگی میان فرهنگ رو به طور کامل چنج میکنن و فرهنگ یه عاملیه که با گذشته و با توجه به زمان و جغرافیا و تاریخ و مذهب و طبقه اجتماعی و نژاد و شهرنشینی، روستانشینی و معقولات بسیار دیگری به قول معروف درامیخته شده و به همه اینا ربط داره. فرهنگ ها حتی از طریق مسافرت و تجارت و وسایل ارتباط جمعی و خیلی چیزهای دیگه هم باید توسعه پیدا بکنه، چون که فرهنگ یه فرایند غریزی نیست بلکه اکتسابی و آموختنی از محیطه. به عبارت دیگه فرهنگ یه سری عادات و تجربیاتیه که افراد در طول زندگی خودشون اونا رو از ابتدای زندگیشون یاد گرفتن و تغییر این خیلی سخت میتونه باشه و فلسفه وجود تعلیم و تربیت در جامعه انسانی بر اساس همین ویژگیه. فرهنگ افراد یک جامعه است که اونها رو قادر می‌سازه که بتونن رفتارهای دیگران رو پیش‌بینی بکنن و بر حسب رفتار و گفتار خودشون واکنش‌های دیگران رو پیش‌بینی بکنن و اگر که این رفتار جدیدی که می‌خوایم در توسعه فرد به قول معروف در تغییر فرهنگ ایجاد بکنیم شناخته شده نباشه، افراد نمی‌دونن که افراد دیگه چه واکنشی ممکنه در قبال رفتار اونها نشون بدن. و اهمیت توسعه فرهنگی با توجه به این تعریفایی که گفته شده، فرهنگ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و طراحی فعالیت‌ها در حوزه مدیریت فرهنگی لازم داره که بتونه به قول معروف زیرساز فرهنگ رو مورد توجه قرار بده. با مطالعات و بررسی‌هایی که انجام شده در فعالیت‌های دهه 70 و 80 یونسکو و کشورهای دیگه در خصوص توسعه فرهنگی
اومدن اینو اینجوری بررسی کردن که یه سری تغییر و تحولات در ارزش‌ها و روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب ایجاد بشه که برای ارضای نیازهای آدمی لازم هستش و اونها رو در زمینه‌های لازم در قالب اجتماع فراهم کنن. یکی دیگه این که اومدن گفتن توسعه فرهنگی مربوط به تغییر و تحولات فرهنگی در داخل یک مرزبندی سیاسیه، نه مربوط به سطح بین المللی. و یکی دیگه این که توسعه فرهنگی در دو بُعد ایستایی و پویایی مطرح میشه. بُعد ایستاییش یعنی که از توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌های فرهنگی برای تمام شهروندان استفاده بشه و بُعد پویاییش معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق با شرایط زمانی مناسب هستش. مناسب زمانه است. ویژگی های توسعه فرهنگی یکیش اینه که خاصیت ملی داره و در داخل هر جامعه خاص خود اون جامعه باید انجام بشه. در کشور ما که با کشورهای دیگه حالا از نظر فرهنگی متفاوت هستیم، این توسعه فرهنگی باید بر سنت‌های تاریخی خودش یه جورایی پایدار باشه و اونا رو نقض نکنه که باعث هرج و مرج داخل کشور بشه. بنابراین توسعه فرهنگی با جهانی شدن فرهنگ یه چیز کاملا متفاوتی هستش و جدا هستن از هم دیگه. یکی دیگه این که توسعه فرهنگی نیاز به برنامه ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی داره و یه سری پژوهش‌ها و تحقیق‌های عمیقی باید برای اون انجام بشه که فاقد درون‌نگری و بی‌بهره از قنای لازم باشه. توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزش‌ها و اخلاق خاصی هستش و ارزش داوری‌های فرهنگی وجود داره، چون که بر اساس تعاریفی که گفته شده جداسازی فرهنگ از ارزش‌ها قابل تصور نیست. شاخص توسعه فرهنگی میتونه که به قول معروف مهمترین شاخص‌های توسعه فرهنگی شمارده میشه، یکیش عقل گراییه و اهمیت دادن به نقش عقله که تصمیم ها عاقلانه باشه و احساسی گرفته نشه، یکی نگاه مثبت به دنیاه، یکی رویگرد تعاملی با دیگر فرهنگه و یکی باور به آزادی بیانه. برای سنجش توسعه فرهنگی عناصری مثل دانش و آگاهی و اطلاعات مختلف در زمینهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به واسطه مطالعه و یا استفاده از رسانه‌های ارتباطی مختلف به دست میاد و مورد بررسی قرار میگیره. و برای سنجش توسعه اجتماعی هم تمام اون عوامل و به قول معروف افرادی که تو شرکت دارن و روحیه مشارکت جویشون توی گروه ها نقش مهمی رو داره که به دنبال تحقق عدالت و آزادی و امنیت و آسایش و رفاه و جامعه باشن. و یه سری افرادی رو لازم داره که برای رسیدن به این هدف جامعه به قول معروف تلاشی برای از خودشون نشون بدن و فعال باشن. توسعه فرهنگی در ایران با موانع متعددی مواجه هستش که از مهمتریناش آسیب‌های هویتی و فرهنگیه. یکیش فقدان روحیه فردگراییه و در معنای اصالت فردیت، و یکیش هم فقدان شرایط فکری و فرهنگی و یکی هم ضعف سرمایه فکری و فرهنگی هستش. مسلماً چنین پدیده‌ای میتونه نقش اساسی توی عدم توسعه اجتماعی نیست داشته باشه. بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده وقتی فرهنگ یک متغیر به تغییر بکنه عوامل دیگه هم در اون تأثیر میذارن و به کلی هدف اصلی به اون نتیجه دلخواه خودش نمیرسه. نقش فرهنگ در توسعه فرهنگی رو میتونیم فراهم آوردن امکانات آفرینندگی فرهنگی و هنری بر پایه مشارکت تمامی افراد یک جامعه توصیف کنیم که برای جستجوی خلاقیت کمک میکنن. و اندیشه توسعه فرهنگی و هنری در واقع سه تا جهت اصلی داره که یکیش گسترش مفهوم توسعه اقتصادیه که تاکنون مفهوم محدود بوده
و به عبارت دیگر بعد از توسعه اقتصادی زیادی که سراسر دنیا پیدا شده به این نتیجه رسیدن که توسعه اقتصادی به تنهایی نمیتونه توسعه فرهنگی رو تعیین بکنه. و جهت دوم اینه که در توسعه فرهنگی باید فرهنگ رو تعمیم داد و امکان مشارکت تمام افراد جامعه رو در فرهنگ سازی فراهم کنیم. و سومیش سیاست فرهنگی است که سیاست فرهنگی به این معنا نیست که دولت مستقیماً بر ارزش‌های فرهنگی اثر بذاره یا نقش داور رو ایفا کنه، بلکه به معنای برنامه ریزی و پیشبینی و فراهم کردن امکانات توسعه فرهنگی که پس که در جامعه باید این باشه که افراد رو برای مواجهه با دگرگونی سریع تکنولوژی و نظام اقتصادی آماده کنه و تا اونجا که انسان‌ها از توسعه مادی بهره مند میشن ازش رنجور نشن. به مفهوم کلی توسعه فرهنگی میتونیم به این مطلب اشاره کنیم که برای به دست آوردن شخصیت و اصالت و فضیلت لازم جهت پذیرش کامل زندگانی باید همه مردم جامعه یاری برسونن و اصول توسعه فرهنگی در انجام این مهم آموزش و پرورش هستش که نقش بزرگی رو در سرعت بخشیدن به چرخه فرهنگی و ایجاد تعادل فرهنگی بر عهده داره. توسعه زمانی تحقق پیدا میکنه که علم به فرهنگ تبدیل بشه و علوم و فنون در درجه نخست دستاورد فرهنگ خاصی هستن. فرهنگ سرچشمه شناختای علمیه و دستاوردهای علمی به نوبه خودشون بر فرهنگ تأثیر میذارن و اون رو متحول میکنن. و شناخت علمی باید در خود کشور پدید بیاد و باید درونزا باشه و از فعالیت پژوهشی افراد بومی و متناسب با ارزش‌های فرهنگی جامعه گرفته شده باشه که هرچه سرعت چرخه فرهنگی بیشتر باشه اون فرهنگ غنی‌تر میشه و همپای تقویت صنعت نشر کتاب و مطبوعاته که کتابخونه ها باید تقویت بشه تا به اون تقویت فرهنگی مورد نظر برسیم، چیزی که توی ایران از نظر به قول معروف دیدگاه کتابخونه و نگاه به کتاب و کتابخانی همه در مضیقه هستن. اطلاع رسانی نوین با استفاده بهینه از فراوری های نو ظهور اطلاعات و ارتباطات به کتابخانه و توسعه فرهنگی کمک‌های شایانی هستند که میتونن به این توسعه فرهنگی داشته باشن و وقتی که به این توسعه فرهنگی دست پیدا بکنیم به موارد به قول معروف شایانی دست پیدا می‌کنیم. یکیش گسترش دسترسی به اطلاعات، سرعت دسترسی به اطلاعات روزمره هستش و دسترسی به اطلاعات بیشتر به شکل‌های مختلف هستش و همچنین سهولت تولید، ذخیره و بازیابی اطلاعات آموزشی از راه دور و اطلاع رسانی و کاربردهای اون به آحاد جامعه هستش. با توجه به سند چهارم مربوط به فناوری اطلاعات ماده 104، دولت مکلفه که به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی رو به عمل بیاره و از جمله کارهایی که میتونه انجام بده حمایت‌های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی و توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط‌های رایانه‌ای و اینترنتی که طبق گفته خانم ده بزرگی تازه ایران سعی در این داره که این رابطه‌ها و به قول معروف این فضاهای مجازی فرهنگی رو که میتونن خیلی موثر باشن و محدود بکنه و به ویژه در اعطای تحصیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی باشه که به زبان و خط فارسی توسط بخش‌های مختلف کشور اجرا بشن و این شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستش که باید برنامه‌های صوتی و تصویری رو از طریق شبکه‌های اطلاع رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش بکنه
و همه اینها منوط به اینه که آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخونه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هیئت وزیرانی که اونها رو باید تایید کنن به این تایید برسونه، که اگر این تایید انجام نشه توسط هیئت وزیران، شرایط لازم برای توسعه فرهنگی از ابتدا مهیا نخواهد شد و این چیزی هست که تا حالا شاهدش بودیم که تصویب نشده و برای همینه که توسعه فرهنگی در ایران به مشکل برمی‌خوره. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. من مایکو می‌بندم. خیلی ممنون از شما خانم مشرف بابت سخنرانی خوبتون. بذارید که من بحث آزاد رو شروع کنم، چون بحث آزاد دقیقا مربوط به توسعه فرهنگی، امنیت شغلی و با محوریت اتفاقاتی که تو چند وقت اخیر برای معلمان اتفاق افتاده، تظاهرات هایی که انجام شد هستش. ما سخنرانی شما رو ربط میدیم به موضوع بحث آزادمون و از همینجا از همین دوستان درخواست میکنم اگر امکانش هست دوربیناشون رو باز کنن، چون جلسه به صورت لایف هست توی یوتیوب، و اگرم که ممکن نیست لطفاً یک عکس بذارن، چون بعضی از دوستان صفحهاشون کاملا بدون عکس و تصویر هست و توی لایف ممکنه زیاد جلوه خوبی نداشته باشه. خانم مشرف شما دست بلند کردیم، بفرمایید، مایک بر شما آزاده. راجبه حالا هم سخنرانی خودم و همین بحثی که فرمودید راجبه معلمان، من خودم خب توی ایران معلم بودم، بعد برای آموزش دوره‌های معلمی و روش‌های تدریس که می‌رفتیم یه سری اصول گفته می‌شد که به قول معروف اولیش هم از روحیه دانش آموزا شروع می‌شد، که هر چقدر معلم خوشبر و روتر و شادتر و شادابتر باشه میتونه تاثیر بهتری توی به قول معروف کار آموزش داشته باشه. این توسعه فرهنگی که شما میگی گفتیم و همین حق آزادی بیان و کلن تمام این مسائل که به هم زنجیروار مربوط هستن، اینه که ما وقتی اونجا رفتیم گفتن معلم میتونه حتی در محیط مدرسه روسری سرش بکنه و یا رنگهای شاد خیلی تاثیر داره برای روحیه دانش آموزا. همینی بود که من این کار رو انجام دادم و هفته بعدش که دیگه حالا اومده بودیم بر اسب اتفاق یه مانتوی صورتی پوشیده بودم، با اینکه یه مقنعه بلند خب باید می‌پوشیدیم و توی محیط کار اصلا متفاوت. بازرسی که اومد وقتی منو دید گفت خانم مشرف شما چرا؟ گفتم خب من جلسه قبل بودم، اصلا گفتن ایرادی نداره برای روحیه دانش آموزا خیلی هم بهتره. گفت خانم اونجا یه جلسه یه که خبرنگار هست، همه میان اونجا، باید اونجا اونا رو بگن. شما چیزی رو قبول کن که من بازرس اینجا میگم، اصلا شما نمیتونی با این مانتوی رنگ روشن بیای سر کار. میخوام بگم توسعه فرهنگی همینه، مشکل ما اینه که به قول معروف حتی جلوی خبرنگارا و توی رسانه یه چیز اعلام میشه ولی در زیر بافتش و بطن کار از زیر میان بهت میگن نه خانم شما اجازه این رو نداری، اون نمادینه که حالا میخواد جای دیگه بازتاب بخوره و به قول معروف شعر بشه همه جا، حفظ ظاهره. یعنی برای همین چون از پایه و بیخوبون اشکال داره و فقط حفظ ظاهر داره میشه، هیچ وقت فکر نمی کنم این هیچ وقت کلمه درستی نیست، ما میتونیم ولی دیرتر میتونه تأثیر بذاره چون باید از اون زیر ساخته درست بشه. بسیار عالی، ممنون از شما. دقیقا همینطوری که شما میگین، حالا خانم ده بزرگی هم میتونن از تجربیاتشون بگن چون ایشون هم توی دانشگاه کار کردن و من میخوام حالا به صورت تیتروار از حق امنیت شغلی استفاده کنم و در مورد اون صحبت کنم که چقدر میتونه در جامعه امروزی مهم باشه. خب در زمانهای قدیم اگر که توی روستاها ما میرفتیم، هر کس با توجه به اون پشتوانه و اون ملک و املاکی که داشت میتونست خودش رو اداره بکنه،
ولی در حال حاضر در جامعه شهری که ما الان درش زندگی میکنیم، در شهرهای ایران، این امنیت شغلی رو دولت باید فراهم بکنه و مسئول اصلیش دولت هست، چون همه در شهر زندگی میکنن و با توجه به اون توقعات و اون اختیارات و اون سرمایه‌ای که از یک کشور به دست میاد، حالا ممکنه از محصولات نفتی باشه یا از برحال معدنی باشه و چیزهایی که اون کشور داره، دولت ها میان ازش استفاده میکنن، کارخونه میسازن و شغلهای مختلف رو ایجاد میکنن که مردم در اون شغلها امنیت شغلی داشته باشن، کار کنن، بتونن خانواده رو اداره بکنن و در طی اون یک جامعه پویا داشته باشن. که ما اگر بخوایم یه نگاه اجمالی بندازیم به تاریخچه جمهوری اسلامی ایران، از اون روزی که شکل گرفت که آقای خمینی اومدن گفتن که اول که گفتن که اقتصاد مال عذرخواهی میکنم از همه حضار، اقتصاد مال خر است، و بعد از اون ورم اومدن گفتن که ما همه آب و برق و همه چیز رو مجانی میکنیم، خونه به شما میدیم. یعنی اون ذهنیت این که من میشینم برام میاد رو توی ذهن جامعه ایرانی جا انداختن. یک فریبی بود که در اون شروع جمهوری اسلامی دادن و بعد از اون که جنگ شد، مردم رو به جبهه‌های جنگ فرستادن، به یک جور میشه گفت سلاخخانه ها فرستادن که کل از افراد جامعه کشته شدن، شهید شدن، و بعد از اون هیچ برنامه‌ای در کشور نبود که اینا بخوان امنیت شغلی برای مردم ایران فراهم بکنن. الان هم که ما بخوایم ببینیم تمام بخش ها رو به بخش خصوصی واگذار کردن، تمام شغلای مختلف رو، فرق نمی کنه. الان موضوع ما موضوع معلمین هست. شما اگر که آشنایی داشته باشین، حالا دوستانی که به نوعی میشه گفت کسی رو ندارن که توی این شاخه فعالیت کنه، الان معلمین خب به صورت قراردادی کار میکنن. اون قدیم یه طرح معلم بود که دانشجوها رو میگرفتن، آموزش میدادن و استخدام دولت میکردن، ولی الان متاسفانه چند سالی هست که شغلهای معلمی را افتاده که به صورت قراردادی هست، که میان دانشجوها رو میگیرن بدونی که حالا کلاس تربیت معلم بفرستن به حساب خودشون، ثبت نامشون میکنن، ازشون استفاده میکنن و بعد از چند سال بدون هیچ گونه بیمه ای اونا رو راحت میتونن اخراجش کنن. توی بخشهای خصوصی، بخش های مختلف اقتصادی همین کار رو پیش گرفتن و میان به صورت کارگر از مردم استفاده میکنن و هر موقعی که دلشون بخواد با هر قیمتی با اونا قرارداد میبندن، یا اگر که قرارداد رو به هر حال قبول نداشته باشن طرفین که معمولا اقشار جامعه هستن، اونا رو اخراج میکنن. این چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینجا باعث میشه که مردم به واسطه اینکه هیچ کاری وجود نداره، با کمترین مزد بیشترین کار رو انجام بدن که در طولانی مدت اون کیفیت و بازه کاری اون شغل خیلی پایین میاد. و متاسفانه الان شاهدش هستیم که اون اتفاقاتی که در ایران افتاده، تظاهرات هایی که معلم ها به خاطرش توی خیابون ها اومدن و اعتراض میکنن، یکی از اونا درجه بندی کردن معلمین است که اومدن معلمان رو درجه 1، 2 و 3 قرار دادن که اصلا هیچ مفهومی نداره. معلم معلمه، چه فرقی میکنه درجه 1 باشه، 2 باشه یا 3 باشه؟ یا قراردادشون کردن، یا اونایی که استخدام هستن اصلا بیمه هاشون به حسابشون نریختن. یا یکی از مثال هایی که من به صورت حالا تجربی، مادر خودم معلم هستش و به صورت قراردادی هم استخدامش کردن، سال 1 ماه مرخصی اجباری به ایشون میدن که بیمه، حق بیمه ایشون رو کامل پرداخت نکنن. خب این اتفاقی که افتاده، بنده خدا الان
شاید یک سال و نیم هست که باید بازنشسته می شده، ولی به خاطر اینکه اون بیمه پرداخت نشده باید حداقل 6 سال دیگه کار کنه تا بتونه اون حق بیمه رو دریافت بکنه. من همینجا درخواست میکنم از همه دوستان توی این بحث شرکت کنند، چون این شغل و این حیطه بسیار حیطه مهمی هست. یعنی تمام ماها وامدار معلمینی هستیم که به ما آموزش دادن، و توی جامعه اگر که معلمین نتونن حق خودشون رو بگیرن، به تبع افراد جامعه هم نمیتونن به اون حقی، به اون مقامی که باید برسن، و معلمین دیگه اون توان رو ندارن که بخوان یک جامعه پویا رو آموزش بدن. سقا خانم ده بزرگی دست بلند کردن، مایک برای شما آزاده، بفرمایید. ممنونم آقای یگانه. من در مورد چند تا مطلب میخواستم بگم خدمت دوستان، به ترتیب پیش میرم. یکی این که شما گفتین که ما باید خب قطعا آگاه باشیم به حق و حقوقمون، مطالبه گر باشیم، و یکی این که متاسفانه حتی ماها که الان به عنوان فعال حقوق بشر تلقی میشیم و ساکن حالا به اصطلاح کشورهای دموکراسی و به نسبت آزادی بیان و مطالبه گر و آزاد هستیم، هنوز خیلی از ماها خیلی اطلاعاتمون کمه. من خودم رو میگم، به طور مثال خب اوایلی که من وارد سوئیس شده بودم، مثلا حالا مسئول ما، حالا آقای شهردار شخصا، یه سری اطلاعات راجع به مکان زندگی منطقه خود ما داشت به ما میگفت که اینجا چقدر جمعیت داره، مردمش مهاجر چقدر، سوئیسی چقدر، یه اطلاعات عمومی راجع به اون منطقه میگفت. من فقط گوش میدادم و اطلاعات میگرفتم. بعد پیش خودم میگفتم خب اینا رو چرا داره به من میگه، اصلا به من چه ربطی داره. گذشت تا به الان و خب خیلی اتفاقای دیگه، خیلی اطلاعاتای دیگه به دست آوردم از طریق خود مسئولین منطقه، و اینکه خب ما چون ساکن خونه هستم، حالا به آدرسمون هر سال پایان سال یک دفترچه بزرگی میاد از تمام عمل کرده به اصطلاح شهردار منطقه، از تمام مالیاتی که دریافت شده، از تمام هزینه هایی که تو تمام خیابون کوچه تو منطقه برای هر مورد آبادانی، تخریب، ساخت و ساز، هر موردی شده، تماما مکتوب با آمار، با اعداد و ارقام، با اطلاعات شفاف، واضح، روشن، تک به تک به ساکنین این منطقه داده میشه. حالا همجور که شما میگید آقای یگانه، دقیقا حق همه شهروندان هر شهر، جامعه، کشوری هست که بدونن وقتی که دارن زندگی میکنن، کار میکنن، درآمد دارن، مالیات میدن، و اون ارتباط اعتماد و امنیتی که شهروندان به اون مسئولین و نمایندگانی که منتخب خودشون هستن دارن، در قبالش چه وظایفی هست. مسئولین پاسخگو باید باشن و شهروندان و خدمتگزار شهروندان، و شهروندان هم به اصطلاح حمایتگر و یه جوری محافظ همون نمایندگان مسئولان شهر، روستا، منطقه، کشور باشن. من اینو واقعا از کشور سوئیس یا منطقه‌ای که دارم زندگی میکنم آموختم و همچنان دارم میآموزم، و خیلی من به حق و حقوق انسانی و شهروندی خودم واقعا توی این روستا آگاه شدم که من که به عنوان ساکن این منطقه هستم، اونا موظف هستن که اطلاع رسانی کنن که حالا این بودجه یا این خدمات یا این اتفاقایی که تو این منطقه شما افتاده، شما حقته، باید آگاه باشی، باید بدونی. ساکنینی که دارن شغل دارن، کار دارن، دارن مالیات پرداخت میکنن، این مالیات خرج کجا داره میشه، کجا داره میره، کجا داره مصرف میشه. و وقتی اینو مقایسه میکنیم با کشور خودمون، اصلا فاصله ها هست، اصلا غیر قابل باور هست که منی که به عنوان شهروند هستم، حقمه که بدونم دولت داره برای من چه خدماتی میده، بدونی که من بخوام اصلا سوال بکنم، بدونی که من اصلا بخوام مطالبه گری بکنم. و این هست که وقتی اعتماد دو طرفه به وجود بیاد و از همدیگه حمایت بشه و صادقانه، شفاف سازی، خالصانه، یک حالت همدلی باشه، خب
اون واقعا شهروندان هم اون مالیاتی رو که دارن میدن با جون و دل میدن، میدونن مسئولین، نمایندگان یا رئیس حالا اون سازمان اداره کشور اون پولی رو که داره از شهروندان میگیره به صورت خدمات‌های بسیار عالی داره به خود شهروند برمیگردونه. این خیلی نکته مهمیه که ماها در اروپا که داریم زندگی میکنیم لااقل یاد بگیریم که اینا حق و حقوق ما هست که بدونیم. یکی این مورد، یه مورد دیگه، یه موضوع دیگه در مورد آزادی به اصطلاح افکار و اندیشه و امنیت کار و اجتماعی و معلم‌ها هست. اینا همش به هم زنجیروار وصله. الان باز من در مورد حالا کشور سوئیس میگم، تا اونجایی که من تحقیق کردم چون بچه های من اینجا مدرسه میرن، واقعا اینجا معلم شدن خیلی سخته و حقوق معلم، حقوق مالی که ماهیانه دستمزد که دریافت میکنن از حقوق یک پزشک یا مهندس بالاتره، بیشتره و هر کسی نمیتونه اینجا معلم بشه. یعنی باید حتما تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، حتما باید یه سری کورس ها کلاس ها رو بگذرونه، حتما باید به زبان بومی مردم تسلط داشته باشه، یعنی شرایط های خاصی داره. خب اینا چرا، به چه دلیلی هست اینا اینقدر فیلتر میذارن که کسی که اینجا بتونه رسما معلم باشه، حالا معلم هر مقطعی باشه، فقط سواد علمی و دانشی ریاضی، فیزیک، شیمی اون منطقه رو نداشته باشه؟ نه، میدونن معلم انسان سازه، میدونن معلم میخواد یک انسانی رو، یک ذره وجودی از یک جامعه رو تربیت کنه، آموزش بده، بسازه که اون در آینده به عنوان یک شهروند میتونه پوتین باشه، میتونه رئیس جمهور ایران باشه، میتونه کارمند باشه، میتونه آدم عادی باشه، میتونه هیتلر باشه. یعنی همین شخص هست، همین انسان هست، همین کودک هست که فردا سرنوشت یک جامعه، یک خانواده، یک مملکت، یک دنیا رو رقم میزنه. بنابراین همیشه که من خودم شخصا تاکید میکنم مصرانه بر آموزش، بر تربیت، بر آگاهی، از همینجا نشأت میگیره که وقتی یک کودکی قبل از اینکه پدر و مادر بخوان تصمیم بگیرن، یک والد بخوان تصمیم بگیرن که بچه دار بشن، اول باید خودشون سطح آموزش و آگاهی و دانش و شعورشون رو واقعا بالا ببرن، به اون رشد و توسعه فردی و شخصیشون توجه بکنن، اهمیت بدن، هزینه کنن که اگر میخواد یک انسانی رو درست کنه و متولد کنه به این جامعه یا بعد میسپارتش به مدرسه، به آموزشگاه، به دست یک معلم، واقعا چه انسانی تربیت میشه؟ چه انسانی با چه آگاهی، با چه سطح شعور و فهم و دانش وارد جامعه میشه که در سرنوشت خودش، خانوادهش، محیط کارش یا دنیا میتونه تأثیر به سزایی بگذاره؟ بنابراین من واقعا تحسین میکنم حالا یکی از کشورهایی که از نظر سطح نظام آموزشی میتونم این رو ادعا کنم توی دنیا حرف اول رو میزنه سوئیس هست و ما باید بیاموزیم، یاد بگیریم این زیرکانه و هوشمندان سیستمشون رو به چه دلیل هست، برای که اینا یک انسانی رو میخوان آموزش بدن، آگاه کنن، به عنوان یک معلم در کلاس، در مدرسه، در یک کورسی قرار بدن که اون معلم، اون انسان در نقش معلم میتونه به وجود آورنده و تعلیم دهنده انسانهای دیگه، موجودات دیگه رو باشه. به خاطر همین خیلی سختگیر هستن در این قسمت‌های بخش‌های آموزشی، چون از نظر نه فقط میگم تماهای موضوع‌های مثلا فیزیک، شیمی، ریاضی یا زبان، نه نه، اینا خیلی کلاس‌های روانشناسی می‌گیرن، خیلی کلاس‌های برخورد کامیونیکیشن با انسان‌های دیگه، خیلی کورس‌های این مدلی رو، جامعه شناسی، مردم شناسی، روانشناسی، شخصیت شناسی، روانکاوی، خیلی از کورس‌ها رو باید یاد بگیرن و پاس کنن به زبان بومی منطقه، حالا اگه فرانسوی باشه، ایتالیایی باشه یا آلمانی باشه، به زبان اون منطقه تسلط داشته باشن که بتونه با یک کودک 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله یک ارتباط عاطفی، یک ارتباط دوستانه برقرار کنه و برش تأثیر بذاره و اون آموزش‌های انسانی، آموزش‌های زندگی رو بهش بیاموزه. بعدن میره سر درس ریاضی، حساب، کامپیوتر و. ولی متأسفانه ماها خب هممون از اون جامعه که میایم
هیچ کدوم از اینا رو نیاموختیم و هنوزم نیاموختیم و پدر و مادران ما هم بلد نبودن و به همین دلیل هست این همه نقص هست توی اعتماد به نفس. ماها هنوز خیلی همون اعتماد به نفس نداریم، جلوی دوربین نمیتونیم حرف بزنیم، توی جمع نمیتونیم حرف بزنیم، به تنهایی استقلال تصمیم گیری و انتخاب نداریم، شک داریم، خودمون نیستیم، خود واقعیمون نیستیم، پنهانیم، سانسوریم، زیرزمینیم. و اینا از کجا میاد؟ از همون آموزش، از همون معلم، از همون تربیت، از همون خانواده، از همون پدر مادر، از همون دانشگاه و مدرسه. بنابراین وقتی اینا رو ما بشناسیم، وقتی آگاه باشیم نسبت به این اتفاقات، نسبت به این اطلاعات، نسبت به این واقعیت ها، کم 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 شخص من، شخص شما، تک تکمون رو خودمون کار میکنیم. اول باید آگاه باشیم که حقوق من چیه. وقتی که شهردار من پایان سال یک کتابچه بزرگی برای من میفرسته و اطلاعات راجع به مخارج و هزینه منطقه زندگی من برای من میفرسته، من بدونم آقا بدونی که بخوام مطالبه گری کنم، بخوام سوال کنم، این حق منه که بدونم. و خیلی چیزای دیگه. بنابراین حرف آقای یگانه واقعا من تایید میکنم که معلم ها بسیار نقش مهم میدارن در تربیت انسان. و معلمی که خودش، چقدر ما معلم های واقعا ایثارگر، فداکار از جون و دل تو ایران، همین الان تو مناطق محروم هستن دارن تدریس میکنن، ولی از نظر اقتصاد، از نظر فشارهای حکومتی، از نظر اعتقادات ایدئولوژی دستشون باز نیست، نمیتونن بیشتر از این متاسفانه عمل کنن. ممنونم، من مایک رو رها میکنم، فرصت میدم به بقیه عزیزان. ممنون از شما خانم ده بزرگی، خانم مشرف و بعد از اون آقای سعادتی. فکر میکنم که مایکشون درست شد، ما تست کردیم. خانم مشرف بفرمایید و بعد از شما جناب سعادتی. زنده باشید. در مورد همین امنیت اجتماعی که میگید، حالا باید مادر شما خانم رسمی بودن، براشون بیمه هم پرداخت میشد. من خودم شاهد بودم که همکارایی من که حق و تدریس بودن، من به صورت قراردادی بودن، ازشون سفته گرفته میشد. نه تنها حق امنیت اجتماعی داده نمیشد، تازه یه ترس تو جون اون معلم میافتاد که اگر بنا بر هر مثلا در وسط سال، حالا مدیر، ناظم و یا هر بخشی یه رفتار نامناسب داشته باشن، این معلم تن و بدنش میلرزید که به خاطر اون سفته‌ای که چندین برابر حقوق یک سالش هم بود، موظف بود حالا اون رفتار رو توهین و بپذیره، که وگرنه این مدیر میگفت نه، کلاس مدرسه منو لنگ گذاشتی، سفتت رو اجرا میذاریم. یا یه جورایی نه حق امنیت اجتماعی که نداره، یه استرسی هم بر معلم وارد میشد که به سوز و بسازه یه جوری. و یه نکته دیگه هم اینی که به خاطر کمکاری و بیکاری که تو اونجا زیاد هست، اون مدیر، حالا یا مدیر داخلی یا هر کسی، مثلا تو غیر انتفاعی های خیلی دیده میشه. حالا اگه معلم شناخته شده باشه و به قول معروف به اسمش ثبت نام بکنن که کارش خیلی خوبه و خوش به حالشه، وگرنه رقابت انقدر زیاده که میاد پایین ترین حد رنج حقوقی رو در نظر میگیره و میگه عزیزم همینه که هست، اگر نیستی میبینی که فلانی لیسانس، فلانی فوق لیسانس، این حالا اصلا نه لیسانس مرتبطیه، نه دوره روانشناسی گذروندن، نه هیچی. یه کسی که مثلا گرافیک خونده میاد میشه معلم کلاس اول که هیچ سررشته از آموزش و الفبا نداره، و به خاطر اون رقابت و بیکاری که هست با پایین ترین حقوق، افراد ناشایست همه هم وایستادن که به قول معروف زیر پای همو خالی بکنن. اون میگه من میام، مثلا میگه 600 تومن بهت میدم، میگه که من با 550 تومن میام، خب اون طرف اونو میگیره. اینا همه باعث میشه که وقتی حتی اگه کسی هم گرفته بشه، به قول معروف نیروهای جوان، حالا سابقه دارترا به یه بخش به اسم وجدان و این چیزا هم دارن که میگه آخه این بچه چه گناهی داره دیگه، من الان این شغل رو پذیرفتم، با خوب و بد و کم و زیادش موظفم آموزش بدم، ولی این بچه چه گناهی داره؟ ولی الان نسل الان، دخترای جوان الانی که دارن میرن معلم بشن، وقتی با این حقوق میرن میگن برو بابا ولمون کن، که مگه من جونم از سر راه آوردم برای اینقدر حقوق؟ به اندازه پولی که بهم میدن آموزش میدم. یعنی این حق امنیت اجتماعی که نیست، باعث میشه وجدان کاری هم میاد پایین و بیشترین ضربه‌شو همون بچه‌های دور و اطرافی که به قول من
هفت نسل اونورتر بالاخره به هم یه ربطی پیدا میکنن، آسیبش به کل جامعه میرسه که نه معلمه امنیت داره، تازه سفته هم میگیرن ازش، حقوقش هم کم میکنن، ازش انتظار بهترین به قول معروف روند کاری رم دارن. من مایکو میبندم. خیلی ممنون از شما. من از دوستان خواهش میکنم که زمان 3 دقیقه رو رعایت کنن و ما در رابطه با این موضوعی که داریم میخواییم که اگر امکانش باشه یک راه حلی هم پیدا کنیم که چطور میتونیم این حق امنیت شغلی رو به جامعه تزریق کنیم، چجور افراد جامعه میتونن این حق رو برای خودشون ایجاد کنن. جناب سعادتی، مایک شما بازه و بعد از اون سرکار خانم عبدی. درود خدمت دوستان عزیز، صدای من هست تو جلسه؟ بله بله بفرمایید. میگه یک زمانی مردم روستا همه با بیل و کلنگشون رفتن سراغ خان که خان رو از بین ببرن. خان اومد توی بالکن خونش وایساد و گفت صبر کنید، شما قبل از اینکه منو بکشین ظالم بین خودتونه. من با چی شما رو کشتم؟ گفتن شمشیر. گفت شمشیر رو کی ساخته؟ گفت آهنگر. مردم ریختن آهنگر رو زدن و گفت دوباره خواستن حمله کنن. گفت صبر کنید صبر کنید. وقتی ما مریض می‌شدیم کی ما رو درمان می‌کرد؟ گفتم پزشک. مردم ریختن پزشک رو زدن. مردم هم دیگر رو لتو پار کردن. شبم برگشتن خونه ولی همچنان خانها داشتن حکومت میکردن. ببین زمانی که یه سری درس ها از توی کتاب های درسی ما حذف شد، درس های پربار، درس های با مفهوم، من نمیدونم چرا معلم های ما اعتراض نکردن، هیچ کدومشون هیچ حرفی نزدن. خب من شاگرد نمیدونستم، تویی که معلم هستی حداقل باید یک اعتراضی میکردی. ما متاسفانه توی مملکتمون وقتی تیغ به زیر گلوی خودمون میرسه فریاد میکنیم، مثل آقای مهرجویی وقتی که هنوز تیغ سانسور به بدنه فیلم ایشون اصابت نمیکرد، ایشون همه چی عالی بود، چقدرم خوشحال بود. اما وقتی که فیلمش جلوش گرفته شد، اومد جلوی دوربین و شروع کرد یقه و اینا همه چیشو پاره میکرد که چرا و چرا. ببین مشکلی که برای بغل دستی پیش میاد هر لحظه امکان داره برای من پیش بیاد، چون این مشکل داره یواش یواش بزرگ میشه، مثل یک لکه آب میمونه روی یه دونه پیراهن کنفی که همینجوری هی داره پراکنده میشه، پخش میشه و بالاخره یقه ما رو خواهد گرفت. متاسفانه ما نظام آموزش داریم ولی هیچ پرورشی توش نداریم. و این دوست عزیزمون که در مورد سوئیس یا سوئد داشت حرف میزد، تمام اون کودکان توی مدرسه و تو دوره آموزشیشون یاد میگیرن چطوری زندگی کنن. ما حتی یک رفتار عادی با یک دختر یا با یک پسر با یک جنس مخالف رو ما به هیچ عنوان نداریم. ما یکی از دوستامون اینجا دانشجوه که یکی از درسهاشون همینه که چطور به درس این تربیت بدنی بود یا همچین چیزی بود، یه درس همچین چیزی دارن که چطور با هم ارتباط برقرار کنن، ولی ما متاسفانه این رو هم نداریم. یعنی یک فشار بزرگ روی خودمون و روی پرورشمون به وجود میاریم. ما من توی یکی از میدونها بودم، اگه بیشتر از زمانم حرف زدم بی زحمت به من تذکر بدید. توی یکی از زمانها بود، توی یکی از میدانها بودم، دیدم دارن بچه ها تقریبا 8 یا 9 ساله بودن، تناب گذاشته بودن و از این تناب هی بدو بدو میرفتن بالا. یه پیرزن آلمانی کنار من بود، منم داشتم آبجو می‌خوردم، روز یک شنبه بود فکر کنم، ایشون برگشت گفت که وقتی من بچه بودم از اینا تندتر می‌رفتم. یه زنگی توی کله من به صدا در اومد که وقتی من بچه بودم، گفتم مگه این بازی زمان شما هم بود؟ گفت آره، یکی از قدیمی، یکی از سنت‌های ما. کدوم یکی از سنت‌های قدیمی ما مونده؟ ما یک سری آدم‌هایی هستیم که متأسفانه باید این رو اعتراف کنیم که بی‌ریشه هستیم، یعنی از محرم بگیر و هیچ ریشه ای نداریم متاسفانه. واسه همین وقتی ریشه ای نباشه، البته تعصب خوب نیست، ولی وقتی فکر میکنی حس مالکیت داری به مملکتت، تمام تلاشتو میکنی برای پیشرفتش. وقتی ما حس مالکیت نداریم، وقتی آقای خمینی تشریف آورد گفت ملت مهم نیست امت مهمه، فاجعه و فاتحه ما خونده شد یعنی. و متاسفانه ما به اینجا رسیدیم و به نظر من راهکار ما اینه که اول ریشه هامون رو بشناسیم. بعد از اینکه ریشه هامون رو شناختیم، میتونیم به این فکر کنیم که بچه همسایه، همین حرفی که این خانم گفت، میتونه فردا یک مسئول بزرگ بشه، پس باید باهاش به درستی رفتار کنیم. ممنونم که مایکو در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون از شما جناب سعادت، دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. این که
در مقابل همدیگه، در کنار همدیگه احساس مسئولیت کنیم و اینکه صدای همدیگه باشیم و بتونیم که همدیگه رو حمایت کنیم. یعنی تا حمایت همدیگه رو ما نداشته باشیم، حالا میخواد امروز صنف معلمان بیاد بیرون تظاهرات کنه، برن خونه، فردا صنف رانندگان بیاد، ولی اگر که رانندگان، معلمان، اقشار مختلف جامعه یک صدا بشن و حقوق خودشون رو مطالبه کنن، مطمئنن به جای خیلی بهتری میرسیم. ما حالا شما فرمودین که مثلا ریشه هامون رو مثل گذشته نداریم، من میگم داریم ولی متاسفانه فراموش کردیم، فراموش کردیم که از کجا اومدیم و کجا زندگی کردیم و پدران ما کیا بودن. و به هر حال این همت میخواد، آموزش میخواد و همیاری همگانی از تمام اقشار جامعه میخواد. خانم عبدی اگر که هنوز موافق هستین، من مایک شما رو آزاد میکنم که بفرمایید مطلبتون رو ارائه بدید. سلام عرض میکنم، صدای من هست؟ بله بله بفهم. میخواستم سوالی داشتم از خانومی که اظهار نظر کردن در قانون اساسی تظاهرات بدون سلاح قانونی است. میخواستم بدونم مگر در انتها یا ابتدای هر ماده در قانون اساسی نوشته نشده طبق قانون اسلامی؟ خب اعتراضات به حاکمیت است و حاکمیت هم اسلامی است، چجوری میشه؟ این سوالتون رو من دقیقا متوجه نشدم که چی فرمودین. مربوط میشه به سخنرانی خانم مشرف فکر میکنم. سخنرانی قبلی در رابطه با توسعه فرهنگی بود یا؟ بله. خانم ایدان، خانم ایدان هستین شما؟ میتونین جواب بدین به این سوال؟ آقای سعادتی دست بلند کردن، بفرمایید. اتفاقا اینم برای من سوال بود، چون این خانم برگشتن گفتن که توی قانون اساسی نوشته که تظاهرات بدون داشتن سلاح و بدون داشتن وسایلی مثل چاقو و فلان فلان توی قانون اساسی هستش، ولی من دارم این رو میگم که مگه توی، یعنی دقیقا منم به همین فکر کردم، یعنی اتفاقا خیلی جالب سوالمون یکی شد، منم به همین فکر کردم که مگه توی قانون اساسی ما طبق مفاهیم اسلامی نیست، پس حکومت هم یک حکومت اسلامیه، پس به هیچ عنوان نمیشه تظاهرات کرد. یعنی کلا در یک حکومت دیکتاتور، در یک حکومت دیکتاتور نمیشه روشن فکر بود، نه ما خبرنگار آزاد داریم، چون ما خبرنگار آزادی داریم که داشت در مورد زندگی پس از مرگ، اون هم به صورت علمی صحبت میکرد. من نمیدونم کجای علم زندگی پس از مرگ رو اثبات کرده که این خبرنگار آزاد همچنین با عزمی راسخ داشت در مورد زندگی پس از مرگ حرف میزد. به نظر من توی حکومت دیکتاتور چیزی به اسم آزاد وجود نداره و اگه باشم همش ساختگیه. بازم ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. الان که هر دو فهمودیم، من دقیقا متوجه شدم که شما منظورتون چیه. دقیقا مشکل ما به عنوان فعالین حقوق بشر و اون مقایسه هایی که داریم هر ماه انجام میدیم، بررسی اهداف سند 230 یونسکو و یا اعلامیه جهانی حقوق بشر، همشون بعدش جمله بعدی که میاد این استش که بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. شما ببینید تو یکی از اون قوانین نوشته شده که هر کدوم از پیروان ادیانی که به رسمیت شناخته شدن میتونن که اون آداب و رسوم دین خودشون رو حول محور، حالا اون چارچوبی که اون اجتماع داره، انجام بدن، در صورتی که خدشه‌ای به دین اسلام و مذهب اسماء اشعری نیارن. یعنی اعضای، حالا پیروان اهل سنت میتونن که مثلا نماز جمعه داشته باشن، ولی شما ببینید اهل سنت توی تهران مسجد ندارن،
چند سال پیش اهل سنت میرفتن توی حیات کشورهای عربی، حالا مثل عمان و قطر و عربستان سعودی و اینا، اونجا نماز جماعت میخوندن، چون تنها مسجدی که برای سنیا بود توی تهران توی همین سفارتخونه ها بود، که یه تعدادی رو اونجا گرفتن به عنوان جاسوس که دارن جاسوسی ایران رو انجام میدن. یعنی مشکل ما هم همینه که توی قوانین اساسی اومده که اگر که سلاح نداشته باشن میتونن اعتراض بکنن، نمیدونم هر کس اگر مشکلی داشته باشه، یا مثلا همون آزادی بیان، آزادی روزنامه ها، اینا همش نوشته شده در قانون اساسی. مشکل ما این است که اینا رو، اون چیزی رو هم که خودشون نوشتن رو قبول ندارن، و ما اون مقایسه هایی رو که داریم انجام میدیم فقط به همین دلیله که نشون بدیم اگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا اهداف یونسکو اومده، توی قانون اساسی هم اومده، ولی شما بهش اشاره نمی کنید و یا قبولش ندارید آنچه که خودتون نوشتید. خب خانم مشرف دست بلند کردن. خانم مشرف، مایک برای شما آزاده، ولی خب دوستان اگر بازم سوال دارن میتونن در این رابطه بپرسن. زنده باشید. از بحث آزادمون به خاطر این سوال حالا اومدیم بیرون، باز برگردیم سر این. آقای سعادتی فرمودن که وقتی یه سری درس ها هست میشه چرا معلمین اعتراض نمی کنن؟ ببینید، وقتی حتی کتاب ها سال به سال تغییر میکنه، یه سری ناظر هست که من خودم شاهد بودم برای کلاس اولی که شما دو اختلاف دو تا تصویر رو میخواید پیدا بکنید، توی تصویر این کتاب کامل حذف شد و تاییدیه نگرفت، چون که توی این صفحه به جای یه دختر بچه بود، حالا با داشت بازی میکرد، سگ بود، و بعد اون شخصی که به قول معروف نگاه میکنه و باید سانسور بکنه گفته بود چرا سگ؟ تو فرهنگ ما سگ یه حیوان نجس حساب میشه و این باید حذف بشه، و مجبور شدن چاپ کتابو به تأخیر انداختن که اون سگ تبدیل شد به مرغ و خروس. یعنی اینقدر تا اینجا نظارت میکنن و هر چیزی رو به دین و سیاست، حتی برای یه بچه 7 ساله که اصلا شاید دقت نکنه، اون سفر یه تکلیف مدرسه میدونه و رد میشه ازش، میان از توی اون یه چیز سیاسی و یه چیز دینی در میارن. مشکل اساسی همینه توی ایران، که توی هر بخشی که وارد میشین نیاز به اینه که دین از سیاست جدا باشه، مخصوصا توی بحث آموزش، که باید اصلا آموزش به دور از سیاست باشه و به دور از مذهب باشه. یعنی بچه خودش با یه فکر بکری فقط در راستای موارد علمی بالا بیاد، وقتی به اون بلوغ فکری رسید خودش تصمیم گیری بکنه واسه سیاستش و واسه مذهبش، در حالی که اینجوری نیست. همین باعث میشه که این شغل معلمی رو یه شغلی فقط برای آموزش بدونن و اهمیت خاصی واسهش قائل نمیشن، که زیر ساخته به قول معروف جامعه رو داره درست میکنه و باید یه شخصی رو در راستای کامل و صحیح بار بیاره. حالا میخواد به مذهب ربطش نده و به سیاست هم ربطش نده، نه اینی که با ذهنیت قرآنی و دینی و این افکار از بچه 7 ساله یا کمتر، حتی پیش دبستانی شروع میشه تا بالا. و اینم همین اهمیت داره که معلمی اونقدر اهمیت نداره، که من توهین به شغلای دیگه نمی کنم، ولی یه آرایشگر حقوقش 10 برابر یه معلمه. همین باعث میشه که راندمانهای کاری و ارزشهای شغلی طبقه بندی بشه. پس اگر بیایم یکی جامعه رو دسته بندی بکنیم که دین از سیاست جدا باشه، اهمیت آموزش بولد میشه این وسط، و اهمیت کار معلم، و به تبع اون اهمیت به قول معروف بهای بیشتری هم براش پرداخته میشه و اهمیتش تو جامعه شناخته میشه و به اون امنیت اجتماعی که مد نظرش هست میرسه. من مایکو میبندم. خیلی ممنون از شما. قبل از اینکه من مایک جناب سعادت رو باز کنم، موضوع ما دفاع از حق امنیت شغلی هستش که مربوط به معلمان میشه و حمایت از اون اعتراضاتی که اتفاق افتاده. حالا نحوه آموزش باز دوباره این خودش یه موضوع دیگه است که میتونیم توی بحث ها، اگر که جمع موافق باشه، توی بحث آزاد ماه آینده ازش استفاده کنیم و توی بحث آزاد قرارش بدیم. بفرمایید جناب سعادت. من میخواستم فقط این رو بگم که دوست عزیز، دقیقا حق با شماست، وقتی من فقط این جواب کوتاه رو بدم و مایکو ببندم، وقتی اون تصویر حذف شد
شما برای اون تصویر میتونستید اعتراض کنید، چون وقتی یک دیکتاتور توی یه چیزی دخالت میکنه مطمئن باشون دخالت بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. امنیت شغلی هم من در مورد شغل معلم ها باید این رو بگم که متاسفانه شغل معلمی شده یک جوری آموزش ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی حکومت رو دارن آموزش میدن و هر کس از چارت حکومت خارج باشه ایشون معلم نیست. حالا میخواد سطح اطلاعاتش خیلی بالا باشه، حالا میخواد یه معلم فوق‌العاده باشه، ولی وقتی از چارت و شالوده حکومت بیرون باشه ایشون دیگه معلم نیست. ایشون باید اعتقاد راسخ به شعر سلام فرمانده داشته باشه و بدونه که آقا همه سربازهای یک شخصی هم. یک شخصی که برای کل ملت داره تصمیم میگیره. ممنونم ازتون. بسیار ممنون از شما. دقیقا همینطور که شما میگید، اتفاقا سر این شعر سلام فرمانده اگر که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده باشین، تمام والده، حالا تمام والدین که یکم قلوفه، ولی خب خیلی از والدین اومدن این شعر سلام فرمانده رو به سخره گرفتن و مقایسش کردن با اون وضعیت اقتصادی که خانواده ها دارن، اون وضعیتی که دانش آموزان قرار دارن و دربارش خیلی صحبت شده. اتفاقا همین اگر که یه اتفاقی می افتاد که همه بابت تمام مسائلی که توی ایران اتفاق می افته و سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی روش خیلی مانوف میده، اگر مردم همینجوری اعتراضای مدنی روش انجام میدادن، من فکر میکنم تا چند وقت دیگه هیچ کس توی مدارس این سلام فرمانده رو نخونه. یا زمانی که هدیه های آسمانی را افتاده بود، ما زمانی که مدرسه می رفتیم خب یه دونه کتاب دینی کوچیک بود که همه چیز توی اون خلاصه شده بود، که بعد دوران راهنمایی پرورشی می اومد و بعد از اونم که دوران دبیرستان دین و زندگی بود. ولی خب الان برای ابتدایی ها هدیه های آسمانی جدا اومده، کتاب قرآنشون جدا اومده. اینم اگر باز اتفاق می افتاد که حداقل خانواده ها یا معلمین می گفتن اصلا چه خبر این همه مسائل دینی، اینقدر شاید دانش آموزا گنجایش تحلیل اون همه قوانین دینی رو نداشته باشن که شما بهش آموزش میدین، شاید این اتفاق نمی افتاد. خانم ده بزرگی بفرمایید، مایک برای شما آزاد. ممنونم، اتفاقا حرف خوبی زدن آقای سعادت، من باشون موافقم و یک مثال مستندی رو خدمت عزیزان میگم. دکتر مصطفی چمران تحصیل کرد، دکترای مهندسی برق از دانشگاه آمریکا داشت. زمان جنگ ایران و عراق خیلی خیلی در خدمت جمهوری اسلامی و در جهت راستای ایدئولوژی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان به اصطلاح پیوست و خیلی در این راستا کمک کرد. برید راجع بهش تحقیق کنید، گوگل کنید، بخونید، ببینید. در ظاهر به نظر میاد که دکتر چمران تحصیل کرده علمی و دانشمند بوده، ولی ایدئولوژیش فقط در جهت منافع و بقای حکومت جمهوری اسلامی بوده. در ظاهر همه فکر میکنن ایشون خیلی به ایران خدمت کرده و اجازه نداده که مثلا یک وجب خاک ایران به دشمن واگذار بشه، در حالی که اینجور نبوده. اگر که برید در اعماق تحقیق کنید و خودتون آنالیز کنید، تجزیه و تحلیل کنید، متوجه میشین که از همون تخصص آکادمیک آمریکاییش در جهت منافع ایدئولوژی و حفظ بقای جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده و در همون راه شهید شده. اینو من مثال خیلی مستند و واضحی گفتم در تکمیل فرمایشات آقای سعادت. یه مورد و یه مورد دیگه الان اینجا من جزوش دارم در مورد همون حق امنیت اجتماعی. اصل 44، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی اینو نوشته: مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع باید باعث ضرر به دیگران و جامعه نشود. منطقی و درسته. و نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود. اینجا خیلی بحث داره، خیلی سوال داره. از محدوده قوانین اسلام نباید خارج بشه. کدوم اسلام؟ اسلامی که خود خمینی، خامنه ای، روحانیون طی این چند سال نوشتن و به عنوان ایدئولوژی و به عنوان دین و مذهب و اعتقاد و عذاب وجدان و احساس گناه و
شستشوی مغزی کودکان 4-5 ساله تا مادر بزرگ و پدر بزرگ و والدین ما تا بلعانه دادن. بله، نباید از محدوده قوانین اسلام ملاها و آخوندین و روحانیون خارج بشه. وقتی که یک بهائی، یک مسیحی، یک حتی مسلمون، مسلمان شیعه در راستای ایدئولوژی آخوندها قرار نمیگیرن، هر شغلی هم داشته باشه، هر دانش و علمی هم داشته باشه، نه امنیت اجتماعی داره، نه شغل داره، نه کار داره، نه زندگی داره، نه اجازه تحصیل داره. و همون فرمایشات سایر دوستان در این بحث و گفتگو، در حالی که این همون اصل 44 و 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامیه که خودشون گفتن بله مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع باعث ضرر به دیگران نشه حق مسلمه، همه انسان ها با حقوق برابر هست. ولی از او برمیاد یک تبصره ماده در انتها یک علامت سوالی میذاره که از محدوده قوانین اسلام خارج نشه که باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور بشه. در مسیر تولید و خودکفایی و تولید کالاهای عمومی مورد نیاز جامعه باشه. و اصل 33 میگه که وظیفه نظارت و پیریزی اقتصاد صحیح تهیه بودجه و قوانینی که حاکمان مردسالار دینی به اصطلاح خودشون میان این رو در قالب قوانین اسلامی میگنجونن و یک جوری برش میگردونن به منافع بقای حکومت اسلامی. خیلی متشکرم و من اصلاح میکنم جناب آقای سعادتی. ممنونم، من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون از شما خانم ده بزرگی بابت مطالبی که ارائه دادیم. من فکر میکنم به طور کل در رابطه با حق امنیت شغلی ما اگر بتونیم 3 سوال رو جواب بدیم، حالا هم خودمون و هم اطرافیانمون که در ایران مشغول به کار هستن، اگر بتونیم این 3 سوال رو جواب بدیم میتونیم بگیم که به نوعی و یا تا حدودی میتونیم بر این باور داشته باشیم که امنیت شغلی داریم. یکی این که آیا از شغل خودمون راضی هستیم یا نه، تو اون شغلی که چون تقریبا 1/3 عمرمون رو اگر روزی 8 ساعت حساب کنید 1/3 عمر سر کار به سر میشه، آیا از اون شغلی که دارید راضی هستید یا نه؟ این سوال رو همیشه از خودتون بپرسید. به نظر من خیلی مهمه که درآمد یک طرف ماجراست که آدم بتونه تأمین کنه زندگی رو، و رضایت شغلی و اینکه آیا هر روز صبح که سر کار میره آیا اون لبخند روی صورتش هست و اون کاری رو که انجام میده آیا دوست داره که اون کار رو انجام میده یا نه، اون هم یه بحث خیلی مهم است که ما میتونیم از خودمون بپرسیم آیا از اون شغلی که درش هستیم راضی هستیم یا نه. یا اینکه اگر یه کارمند و یا کارگر زیر دست هستیم آیا اونقدر جرأتش رو داریم که حقوق خودمون رو مطالبه کنیم. مثلا در کشورهای اروپایی یا در همین سوئیس تا یه حد مجازی، حالا من نمیدونم چقدر هستش، سالی 10% روی حقوقا اضافه میشه. شما وقتی یه جا کار میکنید و یه کارگر جز و زیر دست هستید آیا اون جرأت و اون جسارت رو دارید که به عنوان یک کارمند و یا یک کارگر از حق خودتون دفاع کنید و سوال کنید و پرسجوگر باشید که آیا حقوق من این سال اضاف میشه یا نه، یا اگر اضاف نشد چرا اضافه نشده؟ آیا میتونید این رو توی خودتون ببینید که از شرکت و یا جایی که کار میکنید بپرسید؟ چون بعضی ها فکر میکنن اگر که این سوال رو بخوان بپرسن ممکنه از شغلشون بیکار بشن. اگر این اتفاق بیفته پس امنیت شغلی وجود نداره. و سوال سوم هم اینه که آیا برای یک شغل بهتر شما میتونید برای مدتی اون شغل قبلیتون رو کنار بگذارید؟ حالا اگر اون شغل به هر دلیلی، به دلیل روانی، به دلیل درآمد، به دلیل مسافت یا هر دلیل دیگه‌ای که به اون وضعیت امروز شما نخوره، آیا اون امنیت زندگی رو دارید که مثلا برای 4 ماه، برای 5 ماه روی پای خودتون بیستین
و یا حالا با توجه به برای ماها که اینجا زندگی میکنیم، با توجه به اون دولت‌هایی که زیر نظرشون هستیم، آیا اون امنیت رو داریم که بتونید 1 ماه تا 5 ماه دنبال یه کار بگردین و اون شغل رو رها کنید؟ اگر هر کدوم از این 1 سال‌ها رو نتونیم درست جواب بدیم و یا جواب مشخصی براش نداشته باشیم، به این معناست که ما امنیت شغلی نداریم. و این اتفاق متاسفانه توی ایران توی تمام اقشار جامعه اتفاق میفته. یعنی از وقتی که بخش خصوصی وارد سیستم اداری دولت جمهوری اسلامی افتاده و مردم رو توی قسمت‌های خصوصی اکثرا تا 70-80% رو به عنوان پیمانی استخدام کردن و به صورت قراردادی استخدام کردن، هیچ گونه امنیت شغلی ما متاسفانه برای هیچ کدوم از اقشار جامعهمون و یا شغلایی که مردم درش سر کار هستن رو متاسفانه نداریم. خب من فکر میکنم حالا دوستان اگر که باز تو این مورد سوالی دارن و یا مطلبی دارن که میخوان اضافه کنن، حتی یک تجربه کوچیک در رابطه با امنیت شغلی هم میتونه شاید به ما کمک کنه، ما میشنویم. حتما نباید که حالا به صورت آکادمیک باشه و یا به هر حال هر نظری رو ما میتونیم بشنویم. خوشحال میشیم که تو این بحث شرکت کنید. و من فکر میکنم که حالا با این 3 سوال یه جورایی من جمع‌بندی کردم موضوع رو، که این اتفاقاتی که حالا این اعتراضاتی که معلمان انجام دادن و متاسفانه جمهوری اسلامی اون رگ خواب مردم رو، اون سوپاپ اطمینان رو خیلی خوب پیدا کرده و تمام اعتراضات رو به نوعی ربط میده به خارج از کشور. البته که از خارج از کشور حمایت میشه، وظیفه ما به عنوان ایرانیایی که خارج از ایران هستیم حمایت هست و ما حمایت میکنیم از کسانی که به صورت مدنی اعتراض میکنن و حقوق خودشون رو خواستارن، اصلا اصول ما همین هست. ولیکن من توی چند تا اخبار دیدم، اخبارهایی که از خود ایران انتشار داده میشه، متاسفانه این اعتراضاتی که معلمان انجام دادن رو اختشاش تلقی کردن، معلمان رو کتک زده بودن، حتی چندین معلم رو به عنوان جاسوس به قولی بازداشت کردن، که یکی دو تا از توریستای فرانسوی مثل این که وقتی وارد ایران شده بودن حالا آشنایی داشتن و یا نمیدونم به چه صورت چند تا عکس گرفته بودن با این معلمی، که اینها رو دوباره ربط دادن به اپوزیسیون‌های خارج از کشور، اپوزیسیون‌های خارجی که میخوان حالا ایران رو به اختشاش بکشن و تا حدود خیلی زیادی تونستن در این مسیر فشار خیلی زیادی به معلمان متاسفانه وارد کنن و اون اعتراضات به حق رو نادیده بگیرن. همونجور که آقای سعادتی فرموندن و همه دوستان، به نظر من یکی از مسائل مهم اینه که ما همیشه خودمون رو نبینیم. حالا در جامعه ایرانی فکر نکنیم فقط به قشر راننده داره ظلم میشه، فقط به قشر معلم داره ظلم میشه، فقط به قشر فرق نمیکنه، به یه قشر کوچیک داره ظلم میشه. متاسفانه این ظلمی که جمهوری اسلامی ایران داره وارد میکنه بر کشور، بر تمام اقشار جامعه هست، بر تمام سطوح جامعه هست، چه کارمند چه کارگر، چه پولدار چه فقیر، همه زیر بار این فشار قرار گرفتن. فقط درجهش فرق میکنه با توجه به اون موقعیت اجتماعی که شهروندان دارن. اونهایی که شاید وضعشون یه خورده بهتر باشه، اونها هم شاید اگر که ساکت بمونن روزی برسه که مثل همین پایین دستی ها، مثل همین کارمندایی که تمام زندگیشون اون حقوق ماهیانه است، به چالش کشیده بشه. پس بهتره که با این آگاهی هایی که بهشون داده میشه، حالا چه از طریق کانال حقوق بشر و چه از طریق تمام فعالین حقوق بشر، دیدار بشن، دست همدیگر رو بگیرن و حمایت کنن از همدیگه، چون
بزرگترین قدمی که مردم ایران به نظر من میتونن بردارن اینه که همدیگر رو حمایت کنن. خب من مورد دیگه ای ندارم که اضافه کنم، اگر که دوستان موافقن و موردی رو ندارن ما میتونیم جلسه رو به پایان برسونیم و برنامه ریزی های ماه آینده رو توی کارگروه انجام بدیم. جناب سعادتی دست بلند کردیم، بفرمایید، مایک بر شما هست. درودی مجدد. من یک صحبت کوتاه داشتم، البته این صحبت ربطی به شغل نداره، ولی در مورد همین ایران خودمون و در مورد همین نقض حقوق بشره. ببینید وقتی رومینا کشته شد، من ندیدم تو کل ایران یک تظاهراتی یا یک نشستی یک چیزی برقرار بشه. اون رومینا فقط یه دختر نبود، اون یک فرهنگ بود که داشت جاش رو یواش یواش محکمتر میکرد و میبینید که قانون برای همچین قاتلانی من خوابم تفنگم هم خرابه است، یعنی به هیچ عنوان یه همچین قاتلی به سزای اعمالش نمیرسه و خیلی راحت با یک چیزی به اسم ناموسی میتونه راحت خواهر، دختر و سایر خانواده رو بکشه و بگه که من از ناموسم دفاع کردم. و این یک فاجعه است به نظر من. با کوچکترین چیزهایی که واسه کس دیگه اتفاق میفته، یک مقدار فکر کنیم که فردا امکان داره برای من اتفاق بیفته و جلوی این فاجعه رو بگیریم با هم. ممنونم ازتون. بسیار عالی، ممنون از شما. دقیقا همینطوره. اتفاقا 25 ماه آینده ما یه اعتراض داریم که موضوعش همین هست، ونیکس وره، یعنی اگر که من جای اون باشم. چه خوبه که همه ما بتونیم این سوال رو از خودمون بپرسیم که اگر من جای اون نوید افکاری بودم، اگر من جای اون رومینا بودم، اگر من جای اون سه برادری بودم که در زندان، حالا در آبان امیر حسین رو من میگم، در آبان گرفتار شدن، اگر من جای اونا بودم چه اتفاقی میافتاد؟ دقیقا حق با شماست. خب اگر دوستان موردی ندارن که اضافه کنن، جناب سعادتی مایک شما دوباره بازه، بفهمید. من یه اعتراض کوچیک به اسم این گرده همایی کنم. اگر من جای اون بودم الان اسم یک گروهی توی آلمان به اسم مدافعان هویت که همون نیونازیه، یعنی یه جورایی جدید دارن همون نازی رو به یه اسم دیگه دارن تبلیغ میکنن. من حالا نظر من ره، به نظر من یه کوچولو روی این اسم فکر کنیم. اگر من جای اون بودم الان شعار این گروهه به اسم مدافعان هویت، که اینها نظر دارن توی آلمان هستن که میگن که اگه من مهاجر فرهنگی دارم در مورد خودم، نمیتونم حتی تو حیات خونم اون فرهنگ رو اجرا کنم، میگه توی اتاق خونت، یعنی نه تو سالن، میگه توی اتاق خونت. میتونید این رو سرچ کنید و ببینید که شعارشون هم دقیقا همینه، اگر من جای اون بودم. به نظر من این شعار رو عوض کنیم، چون یه جورایی دست به گردن اون میندازه. ممنونم. بسیار عالی، ممنون از تذکرتون، لطف کردین. دوستان اگر که مطلبی رو ندارین اضافه کنید، ما اتاق رو تحویل بدیم و لایف رو ببندیم لطفا. آقای فانی،